آقا مدتی حواسم به شماست به نظرم کلافه شدی گمونم سختتون مقصودتون رو به گوریل محترمی که مدیر کافه است بفهم کنید محض اطلاعتون مدیر کافه جز هلندی زبان دیگه ای نمیفهمه اگه مزاحم نیستم بذارید من این خدمت رو به شما بکنم و الا گوریل نمیفهمه شما چه جور نوشیدنی میخواید نگاش کنید جوری سر تکون میده یعنی منظورم رو فهمیده ببینید دست به کارم شد با چه کندی خردمندانه ای هم شتاب میکنه شانس آورد قر نزد وقتی نمیخواد مشتری به پذیره قرشی میکنه و میره اصرارم فایده نداره سلطان خلق و خوگ خود بودن امتیاز حیوانات بزرگه خب آقا من دیگه میرم خوشبختم خدمت کوچکی بهتون کردم البته مایلم دعوتتون رو بپذیرم مزاحمتون نیستم؟ ممنونم پس با افتخار کنار شما میشینم بله حق با شماست سکوت این مرد نخراشیده آدم رو له میکنه سکوتش مثل جنگل ساکتیه که تو دلش پر از قوقای درندگان وحشیه گاهی تعجب میکنم مردک به هیچ زبان زندهی توجه نشون نمیده کارش اینه که ملوانها رو از سر تا سر دنیا تو کافه آمستردام جمع کنه اسم اینجا رو گذاشته مکسیکو سیتی کسی نمیدونه چرا فکرشو بکنید کافه مکسیکو سیتی تو قلب آمستردام خوش به حال گوریل در و رنج تبعید و حس نمیکنه چیزی اعصابش رو به هم نمی تنها چیزی که ازش شنیدم اینه که با اخ میگه همینی که هست میخوای بخواه نمیخوای نخواه میدونید منظورش چیه شک ندارم خودشو میگه داد میزنه همینی هم که با کمال میل پیش شما اعتراف میکنم من مجذوب به چنین موجودات رک و زمختیم این گوریل صاحب کافه زبان بیشتر مشتریهاش رو نمیفهمه اما براش مهم نیست یه نگاه به صورتش بندازین ببینین چطوری با چشمایی ریزش به مشتری ها زول میزنه انگار به همهشون بدگمانه به برجستگی پرهای بینیش توجه کنید به نفسهای تندش دمهای نصفه و بازدمهای ناتمامش جالبه نه؟ تو نگاه اول آدم بیغید و آرومی به نظر میرسه اما دقت کنید متوجه میشید اصلا هم آروم نیست مردک به زمین و زمان بیعتماده میدونید چرا؟ چون زبان اطرافیانش رو نفهمیده این حیبت نخراشیده ی صحبت گمان ناشی از اینه که فهمیده آدم ها یه جای کارشون میلنگه این حالت روحی خاص گفتگوهایی که مربوط به شغلش نباشه رو مشکل میکنه اصلا بذارید نمونه‌ای بیارم بالای سرش کنار اون قفسه چوبی رو نگاه کنید. جای خالی تابلو رو میبینید؟ آخ، کاش میدونستین چه شاهکاری اونجا نصب بود. هیجانم رو ببخشید. وقتی تابلو رو گرفت اینجا بودم. وقتی که واگذارش کردن هم بودم. گرفتن و واگذار کردنش چند هفته طول کشید. چند هفته پر از تردید و فکر. من توی این مورد محاکمش نمی کنم. به بدگمانی موجهشم احترام میذارم. حتی با کمال میل باهاش هم عقیدن. البته طبیعت معاشرتی من با گوریل در تزاده. من وراجم. دوست شدم برام مثل آب خوردنه. وقتی فرانسه زندگی می کردم, امکان نداشت مرد خوشزوقی ببینم و هموندم به بهونه سر حرف و باش باز نکنم. ببینم زیاد توی آمستردام می مونید؟ بله شهر زیباییه پر از جاذبه. <تصفح> ببخشید خندیدم آخه گمونم سالها بود این صفت رو نشنیده بودم پر جاذبه. بله درست از وقتی پاریس رو ترک کردم پاریس دورنمای واقعیت دکوری با شکوه و دارای چهار میلیون شبه واقعا پنج میلیون طبق آخرین سرشماری پنج میلیون عجب بالاخره سفارش آوردن با امید موفقیت شما توجه کردید؟ گوریل دکتر خطابم کرد؟ تو این ولایت همه دکتران یا پروفسور البته من پزشک نیستم دوست دارین بدونین کار من چیه؟ پس خوش وقتم من قبل از اومدم به اینجا وکیل دعاوی بودم اما حالا قاضی تو کارم زیباتر بگم من یک قاضی تائبم یک قاضی تائب کسی که از گناه برگشته و توبه کرده بذارید با شما دست بدم و خودم او معرفی کنم کوچک شما جان باتیس کلمانس بله جان باتیس کلمانس از آشنایی با شما خوشوقتم گمون کنم شما تو کار معاملاتین درسته گفتین تقریبا تقریبا جواب بینظیری آدم و سر ذوق میاره بله درسته همه چیز تقریبیه خب حالا اجازه بده این نقش کارگاه و بازی کنم من و شما تقریبا هم سن و سالیم با نگاه چل ساله های دنیا دیده ای که تقریبا همه چیز رو تجربه کردن لباستون کت قهوه‌ای کفش های براق و پیرهن سفید اتو کشیده تقریبا خوب لباس پوشیدین. دستای نرم و لطیفی هم داریم. پس سرمایه داریم. ارباب شما سرمایه داری با سلیقه هستین. زخامت شیشه عینکتون و کتابی که جیب کتتون رو برآمده کردنشون نشون میده آدم باسوادی هستین. قصد خود ستایی ندارم اما اینکه تونستم شما رو سرگرم کنم حاکی از وسعت اندیشتونه وگرنه این حرفا براتون جذاب نبود. پس شغل شما شما اصلا چه اهمیتی داره شما چه کارید؟ من به سنت های اخلاقی بیشتر از شغل و حرفه اعتقاد دارم اجازه بدید دو تا سوال بپرسم البته اگر به نظرتون فضولی اومد جواب ندید سوال اول شما ثروتمندی؟ تا اندازه ای بسیار خوب سوال دوم تا حالا ثروتتون رو با فقرا تقسیم کردین؟ خی میدونستم پس شما صدوقی هستین البته اگه کتاب مقدس رو نخونده باشید نمیدونید معنی صدوقی چیه متوجه شدید بله صدوقیان یهودیان رفاه طلبی بودند که اعتقادی به آخرت نداشتن پس شما کتاب مقدس رو خوب میشناسید خیلی خوبه به شما علاقمند شدم راجع به خودم بگم بهتون اجازه میدم خودتون قضاوت کنید از روی سر و اما این چهره ای که میگن وحشیه قضاوت هم کنید به هم میگن حیبت هم مثل کشتیگی راست، مگه نه؟ البته اگه از روی حرف زدن منو قضاوت کنید میفهمید دادم موشکافی هستم. آقا، منم مثل شما آدم دنیا دیده ایم. اما از روی قیافتون بدون رایت احتیاط اعتماد کردم. من علا رقم رفتار پسندیده و گفتار موقرم مشتری پر و پا قرص کافه های پر از ملوان آمستردامم. خب دیگه بیشتر از این دنبال حرفمو حرف ما نگیریم. حرفه ای من مثل مخلوق خدا دوگانه است. به شما گفتم من قاضی تائب هستم. قاضی تائب. تو حرفه ای من فقط یه حقیقت ساده وجود داره. من مالک هیچ چیز نیستم. بله. منم روزگاری ثروتمند بودم. خیر، چیزی رو با کسی قسمت نکردم. من هیچ چی به کسی نبخشیدم. این چی رو ثابت میکنه؟ ساده است ثابت میکنه من هم صدوقیم صدای سوت کشتی های بنده رو میشنویم؟ امشب مه خلیج تو خودش میکشه به همین زودی قصد رفتن دارین؟ وقتتون رو گرفتم با اجازهتون میزو حساب میکنم تو کافه مکسیکو سیتی شما مهمان منی فردا شب هم مثل هر شب همینجام اگه خواستین جبران کنیم با کمان میل دعوتتون رو میفذیرم اشکال نداره تا بندر هم رویتون بیام اونجا با دور زدن محلهای قدیمی خیابونای زیبایی میبینین قطارای برقی پر از گل و موسیقی پشت سر هم رد میشن فکر کنم هتلتون تو یکی از این خیابوناست درسته گمونم مهمون خونه دانمارک باشید سبک قدم زدن از اون رو دوست دارم نه خیلی تند نه خیلی آروم انگار گذشت زمان براتون مهم نیست خونه منم تو محله قدیمیه جایی که قبل از اومدن برادرای هیتلر پسندمون بهش میگفتن محله یهودیا وقتی انسان فاقد شخصیته باید روش خودش بسازه اینجا بدون شک همچین روشی نتیجه معجزه آسا به بار آورده امروز تو مرکز یکی از بزرگترین جنایت های تاریخ بشر سکونت دارن. شاید همین به هم کمک کرده روحیه یه گوریل کافه و بدگمانیش رو درک کنم. اینجوری با تمایل فطری که من رو سوی احساس و عاطفه میکشونه مبارزه میکنم. وقتی چهره ای تازه میبینم زنگ خطرم به صدا در میاد. به هم میگه خطر آهسته بران. بعد از این اختار هر چی حس دوستیم به طرف مقابل قوی باشه فایده نداره. باز هم احتیاط کنم میدونم سرتون رو درد آوردم اما بذارید با یه حکایت راه رو کوتاه کنم زمانی که آلمان ها دهکده زادگاه هم رو اشغال کردند افسری آلمانی در نهایت ادب از پیرزنی خواهش کرد به میل خودش یکی از دو پسرش رو برای تیر بارون انتخاب کنه باور میکنید آقا باور کنید همه این شگفتی ها ممکنه من مرد پاکدلی رو میشناختم که بدگمانی به خودش راه نمیداد مرد طرفدار صلح و آزادی مطلق بود با عشق عمیق به تمامی نوع بشر عشق میورزید به نظرم روحی برگزیده داشت زمان آخرین جنگ های مذهبی اروپا سردر خونه روستایی زده بود از هر کجا هستید قدمتان سر چشم داخل شوید به نظرتون چه کسی این دعوت انسانی رو پاسخ داد؟ چریکای فاشیست باورتون میشه؟ انگار خونه واسه خودشونه بی تعارف وارد شدن شکمش رو پاره کردن و دل و رودش رو از دیوارای خونه با صفاش آویزون کردن اوه ببخشید اصلا نفهمید بهش زدم عجب چه جمعیتی اونم این وقت شب زیر این بارون من این مردم رو دوست دارم مردمی که تو پیاده ها میلولن مردمی که تو فضای کوچیک خونه ها گیر افتادن سرتون درد آوردن؟ متشکرم شرمندم هم میکنین واقعا لبریز حرفم میگفتم من این مردم رو دوست دارم مردمی که تو خونه های کوچیک گیر افتادن از طرفی هوای مهالود و زمین های سرد اینجا هم دوست دارم همچنین دریا رو دریایی که مثل لگن رخشویی ازش بخار بلند میشه مردم و خونه هاشون رو دربر میگیره این مردم هم اینجا هستن هم جای دیگه مردم همه جا هستن حق درک نکنیم وقتی صدای قدم هاشون رو روی سنگ فرش های چرب بارون خورده میشنوید وقتی میبینید از کنار مغازهای های ها رنگشون میگذرن مغازهایی که ویتریناشون پر از شاهماهی و جواهره شاهماهی های تلایی و جواهراتی به رنگ برگ های خشک درخت حتما شما هم گذر این مردم از کنار این همه نور و تاریکی میبینید و فکر میکنید این مردم امشب تو این لحظه همینجا بله؟ شما هم مثل همه فکر کنید شما این مردم نازنین و نمایندگان بازرگانان بینید مردمی که برق سکه هاشون مثل جاودانگی روحشون میدونن شما اشتباه میکنید به اطراف نگاه کنین درست این مردم با ما راه میرن اما تو این مه سرشار از چراغهای نئونی و انواع خوردنی سرهاشون کجاست؟ آقا هلند رویاس رویایی دوگانه ساخته شده از دود و طلا روزها وجه دود ناکیش بیشتره شبها جلای تلاییش این مردمی که سراشون تو دود و بخار فرو رفته خواب میبینن مثل رقصندگان دایر وار دور خودشون میچرخن و رویا میبینن این مردم که سرهاشون بین دوده مثل خوابگردها دعا میخونن پس دیگه اینجا نیستن این مردم به هزاران کیلومتر دورتر از ایمت کردن این مردم به درگاه خدایان دعا میخونن جعبه و آینه هاشون رو به نقش خدایان آراستن خدایانشون همین الان بالا سر ما سرگردان آقا هلند فقط اروپایی بازرگانان نیست هلند فقط لنگرگاه معاملات نیست هلند دریایی که به ژاپن منتهی میشه به جزایری میرسه که توشون آدما چه دیوانه چه خوشبخت آقابت میمیرن ببخشید اختیار سخن را از دست دادم انگار دفاعیه میخونم علتش عادت و غریحه ذاتی البته پر حرفین دلیل دیگه هم داره میخوام این شهر و عمق اشیا رو به شما بشناسونم ما تو عمق اشیا هستیم توجه کردید مناطق آمستردام مثل طبقات دوزخه جهنم سرمایی داری که ساکنانش ارواح قدیسن وقتی انسان از خارج میاد هرچی از این طبقات بیشتر میگذره زندگی و جنایتش تیره تر میشه ما اینجا تو آخرین طبقه دوزخی میدونستیم؟ با سایجان زده شدم درک میکنید چرا میگم اینجا مرکز اشیاست؟ کسی که حساس باشه این شگفتی رو درک میکنه روزنان و فریبکارها نمیتونن دورتر برن از هر گوشه اروپا میان اینجا زیر بارون گوش به صوت کشری ها میدن خیابون ها رو بیهوده قدم میزنن آخر سر با وجودی ترسان و یخ زده به گرمای کافا پناه میبرن تو قلب آمستردام وارد مکسیکو سیتی میشن تا به همه زبانهای زنده دنیا نوشیدنی درخواست کنن اونجا من منتظرشون نشستم خدا حافظ هموطن عزیز فردا باز هم دیگر میبینیم نزدیک پل از شما جدا میشم من شبا از پل بور نمیکنم سالهاست با خودم عهد کردم از روش نگذرم فکر کنید. کسی تو شب خودش رو بندازه تو آب از دو حالت خارج نیست اگر خودم رو تو این هوای سرد تو آب بندازم از سرما هلاک میشم اگرم ببینم کسی تو آب دست و پا میزنه نمیتونم کاری براش بکنم مجبورم به حال خودش بذارم تا غرق شه نمیدونید شیرجهایی نرفته چه کوفتگی های شدیدی به جا میذارم دیگه وقت خداحافظی شبتون به خیر فردا میبینمتون بله اسمم ژان باتیست کلمنس قاضی تائب اسم حقیقی نیست اما فراموشش نکنید آقا خوشحالم دوباره میبینم تو میپرسین قاضی تائب یعنی چی؟ <applause> ببخشید میخندم بگو مانم کنجکاویتون رو برانگیختم. باور کنید قصد بدی نداشتم به هر حال خودم رو ملزم میدونم منظورم رو شفافتر بیان کنم اما بهتر قبلش بعضی وقایع رو شهر بدم اینطوری حکایت هم رو بهتر درک می چند سال پیش تو پاریس وکیل دعاوی بودم. نیمچه شهرتی هم داشتم. بله، وکیل معروفی بودم. البته اسم حقیقی رو به شما نگفتم. اما شما به همون جان باتیست راضی باشید. از بس دور نشید. تخصص من دفاع از دعاوی شرافتمندانه بود. به قول مردم دفاع از بیوه زنها و یتیما. هیچ وقت منظور مردم رو درست درک نکردم. بالاخره بیوه زن فریبکار و یتیم فریبکار هم وجود داره کافی بود بوی مظلومیت از متهمان به مشامم برسه اون وقت طوفان به پا کردم اگر خطابه های دفاعیم رو میشنیدید منو میپرستیدین میدونم الانم درستی لحظ صحت گفتار قدرت و حرارت کلامم حتی خشمهای به اندازم رو تحسین میکنید نگاه کنید حتی از نظر جسمانی طبیعت به خدمت در اومده. رفتار بزرگ منشانه. بدون هیچ تلاشی برازنده منه. علاوه بر این دو احساس صادقانه من رو دلگر میکرد. اول اینکه طرف خوب به ماجرا ایستاده بودم چون من وکیل پرونده بودم دوم تحقیر غریزیم نسبت به قضات شاید حس نفرتم به قضات اونقدرها هم فطری نبود نباید منکر شد وجود قضات لازمه اگه نه؟ با این همه درک نمی کردم. کسی داوطلب این کار عجیب شه. اگه با چشم خودم نمی دیدم باور نمی کردم. باید بگم زندگی من در واقع از هم صحبتی با مردمی که حقیر می شه مردمشون تأمین می شود. آقای عزیز، حق به جانب بودن و احترام به خود آدم آروم نگه می داره. حتی باعث پیشرفتش میشه. برعکس، کسی که نتونه تقصیرات خودش رو تحمل کنه دست به چه جنایت ها که نمیزنه کارخانه داری رو میشناختم که زنی بی ایبا نقص داشت همه همسرش رو تحسین میکردن شوهر به زنش خیانت میکرد مرد از این که میدونست مقصر خشمگین بود هر چه زن فضیلت بیشتری نشون میداد مرد دیوونه تر میشد به نظرتون مرد چیکار کرد؟ گمان میکنید دیگه زنش رو فریب نداد؟ خیر همسرش رو کشت به همین دلیل هم با مرداش شدم. گفتم که وکیل بودم ایستاده پشت نرده ها قرار نبود به گروه جنایتکاران بپیوندم. دفاع از جانیان رو به عهده می گرفتم. دفاع از جانی ها تنها یک شرط داشت. باید جانیان خوبی می بودن. من تو زندگی شغلیم بیعیب و نقص بودم. هرگز رشبهی قبول نکردم. حاضر نشدم تملق نگار یا همکاری رو بگم. فکر می با این کار دوستیشون یه روزی به کارم بیاد. حتی این خوشبختی رو داشتم که دو سه بار نشان ممتاز ملی فرانسه به همه البته بزرگ من نشانه و بدون خودنمایی این نشان رو رد کردم. حرف آخرین که هرگز از افراد فقیر حق کاله نگرفتم. لطفم رو هیچ وقت تو بوق و کرنا اعلام نکردم. آقای عزیز، از گفتن این حرفا قصد خود ستایی ندارم هنری نکردم خنده داره تو جامعه ما طمع جای جا طلبی رو گرفته اما من همیشه هدفی بالاتر داشتم اگر همین حالا رضایت خاطرم رو بسنجین از سرنوشت خودم کاملا لذت میبرم ما همه میدونیم خوشبختی لزوما شامل رضایت درونی نمیشه اما گاهی رضایت یا خوشبختیمون رو به نام خودخواهی محکوم میکنیم روزگاری شیفته کمک به نابینایان بودم. از دورترین نقطه‌ای که عصای سفیدی می‌دیدم خودم رو با شتاب می‌رسوندم. گاهی به اندازه صدام ثانیه از دیگران برای کمک پیشی می‌گرفتم. دست یاریم رو به سوی نابینا دراز می‌کردم. تو چشم به هم زدنی نابینا رو از بند توجه و مراقبت دیگران در می آوردم. فرد به دست رو از همه موانع می گذروندم. خیابون رو که رد می کردیم با ابراز تأثر متقابل از هم جدا می شدیم. همیشه علاقه من بودم راه رو به دیگران نشون بدم. سیگار مردم رو روشن کنم، به راننده گاری های سنگین کمک کنم، ماشین های خراب رو حل بدم. حتی گل های پیرزن گل رو می خریدم با اینکه میدونستم دونستم گل هاش رو از قبرستون می دازده. من دوست داشتم، گفتنش سخته، ولی به شدت دوست داشتم صدقه بدم. یکی از دوستان مسیحی مؤمنی بود می گفت نزدیک شدن گدا به خونه آدم رو دچار حس ناخوشایندی میکنه اما من با دیدن گدا نزدیک خونم از خوشحالی دیوونه می شدم بگذاریم بذارید از شهرتم تو ادب و نزاکت بگم همیشه تو تاکسی یا مترو جام رو به بقیه میدادم روزهایی که وسایل نقلیه اعتصاب میکردن جشنم بود اتومبیلم رو سمت ایستگاه ها میروندم تا هموطنان بدبختم رو سوار کنم تو مسافرت چمدونای پیرزنها رو میکشیدم. به سخاوت مشهور بودم. بسیار بخشیدم. چه آشکار، چه پنهان. جدایی از پول اشیا برام سخت نبود. بخشش اموالم لذت بخش هم بود. دقت تو مسائل مالی خلقم رو تنگ می کرد. دوست داشتم آزادانه ببخشم. ببینید آقا. این نکته ها جزئیه اما لذت های شخصیم رو براتون آشکار میکنه. به عبارت بهتر لذت های شغلیم رو برای شما قابل درک میکنه. بذارید مثالی بزنم. فرض کنید تو راهروهای روهای تنگ دادگستری هستید. پیرزنی که از شوهرش دفاع کردید جلوتون رو میگیره. پیرزن شمسار و متشکره. گریان زیر لب میگه. آقا هیچی جبران محبت شما رو نمیکنه. آن وقت شما با خون سردی جواب میدید. نه خانوم من وظیفم رو انجام دادم. هر کسی دیگه هم جای من بود همین کارو میکرد. بعد برای گذران روزهای سختی که پیش روی پیرزن و شوهرشه پاکت پولی بهش میدین آخر سر هم برای پایان دادن به سیل تشکرهاش دستش رو میبوسید آخ آقا اینجوری یاد پیرزن همیشه تو ذهنتون میمونه باور کنید تو این لحظه به جایی بالاتر از جا های عامه مردم رسیدیم منظورم رو میفهمید؟ منظورم از اینکه هدف بلندتری تو ذهنم داشتم رو درک میکنید؟ من از این نقطه های اوج میگفتم از تنها نقاطی که توشون زندگی خوبی دارم. بله، من فقط تو نقاط رفیع احساس آرامش میکنم. تنها بلندی ها آسایشم رو فراهم میکنم حتی تو جزئیات زندگی هم محتاج وایسادن تو بلندی بودم. همیشه اتوبوس رو به مترو ترجیح میدادم. درشگر رو بیشتر از تاکسی دوست داشتم. پشت بام رو به طبقه پایین ترجیح می دادم. دوست داره هواپیما های تفریحی بودم. تو هواپیما انسان سرش رو به آسمون میکشه. دوست داشتم ایستاده روی شیروانی ها با سرگیجه عهد برادری ببندم. انبار کشتی ها، دخمه ها،, ها، و قار ها منو به وحشت می دازن. حتی حالم از معدنچی به هم میخوره ذکر کستاخانه هنر نماییشون تو صفحه اول روزنامه دلم رو به هم میزنه. به نظرم جانیانی مشکوکن. آدم سعی کنه به اختیار خودش به 800 متری عمق زمین بری که چی؟ اون وقتی احتمال میده سرش بین مدخل تنگ سخری گیر کنه و له بشه. نه. به نظرم این هنر رمایی مخصوص اشخاص زخم دیده و از جمع گذشته است. زیر این پرده جنایتی وجود داره. اما برعکس بالکنی طبیعی تو ارتفاع 600 متری از دریا رو فرض کنید بالکن غرق نوره من تو این بالکن ها آسوده تر از همیشه نفس میکشم به خصوص اگه تنها باشم دور از آدمایی که مثل مورچه میمونن به نظرم سردابه یا دخمه های زندان آدم رو به تفکر وانه می داره. تو زیر زمین انسان کپک میزنه. حکایت زاهدی رو تعریف کردن که مذهبی جدید اختیار کرد. وقتی بهش حجره ای دادن بلا فاصله پنجرش رو باز کرد. پنجره رو به دیوار باز میشد. زاهد ترک مسلک کرد. حالش رو خوب درک می کنن. مرد از پنجره انتظار چشم وسیعی وسیع داشت. من تو هر ساعت از شبان روز تو درون خودم از قله ها بالا میرفتم. تو بلندی ها آتشی آشکار روشن میکردم. مردم آتیشم رو می دیدم و دروت شادمانه برام می فرستدم. دست کم اینجوری رضایت خاطرم از زندگی فراهم می شد. جای بود. شغلم اشتیاق به اوج گرفتنم رو ارضا می کرد. وکالت نیازم رو به بلند نشینی اجابت می کرد. از مردم کدورت و گلهی نداشتم. مردم رو بیچشم داشت دوچار لطف و احسانم قرار می دادم. در اصل مردم رو زیر منتم می گرفتن بدون اینکه منتی سرشون بذارم. شغلم منزلتم رو بالاتر از قاضی برده بود. من قاضی رو هم قضاوت می کردم. حتی متهم رو به قدر شناسی وامی داشتم. بدون ترس از کیفر زندگی می کردم. تو مکان رفیع خودم بودم. انسانی بودم. نشسته بر بلندی. ناگهان وارد نمایش می شدم و سرنوشت نمایش رو دگرگون می کردم. از این گذشته. تنها راه دیده شدن بالاتر از دیگران زیستنه. مردم باید تو بلندی ببینند تا بهت احترام بذارن. بعضی از جانی های ساده دل هم موقع قتل دچار همین هست شده بودن. مثل خیلی های دیگه تحمل گمنامی نداشتن. بی سبریشون باعث سرنوشت های قنبار شده بود. برای معروف شدن کافی مستخدم اداره ای رو به قتل برسونی؟ متاسفانه این شهرت موندگار نیست چون از نظر بیشتر مردم مستخدم ها لایق مرگن. جنایت همیشه جلوی صحنه ایستاده اما جنایتکار فقط لحظه خودش رو نشون میده بعد جاش رو با دیگری عوض میکنه بله این پیروزی های کوتاه مدت به های گذافی دارن اما برعکس دفاع از این مشتاقان سیاه روز شهرت باعث شهرتی مندگار میشه دفاع از اینها به قیمتی ارزونتر آدم و مشهور میکنه واسه همین ازشون پول کمی گرفتم در عوض نهایت احساس، عاطفه و استعدادم رو خرج می کردم. این کار هر گونه دینی رو نسبت بهشون از گردنم بر می داشت. قضات کیفر می دادن، متهمان کیفر می دیدن، و من دور از هر حکم و مجازاتی آزادانه در نور بهشتی فرمان می دادم. آقای عزیز، به نظرتون تو بهش زندگی نمی کردن؟ زندگی من همین بود، نیازی نداشتم شیوه زیستن رو یاد بگیرم. تو این مورد از بد و تولد همه چی رو می دونستم. مردم توانایی زندگی خارج از جمع و گروه رو ندارن. نمی دونن چطور از بقیه کناره بگیرن. اما در مورد من این سازش انجام گرفته بود. در صورت لزوم صمیمی بودم. موقع ضرورت ساکت. به دلخواه خودم شوختب یا موقر می شدم. هم صحبتیم با بقیه راحت و صمیمی بود. به همین دلیل محبوب عام و خاص بودم. حساب موفقیت های اجتماعیم از دستم خارج بود. چهرم بد نبود ضمن اینکه که هم بازیگر ماهر و هم دانشمندی امین هم بودم. خلاصه کسی رو سراغ نداشتم به اندازه من طبیعی و کامل باشه. هستی رو هر جور بود میپذیرفتم. از عرش تا فرش. از بزرگیها ها، بزرگی ها و زلت های زندگی رو رد نمیکردم. افسار نفس و جسمم در اختیارم بود. مردم خواستار هم نشینی با من بودن. برای نزدیک شدن به هم فکر میکردم قبلا منو جایی دیدن. زندگی با همه این و موجوداتش به پیشوازم می اومد. این نعمتها ها رو با غرور و احترام می در واقع از فرد انسان بودن خودم رو مافوق بشر می من از خانواده شریف اما گمنام بودم. پدرم افسر بود. اما گاهی خودم رو پسر شاه می حتی از اونم بالتر. خوب توجه کنید به یقین خودم رو داناتر از بقیه می دونستم. اما چنین یقینی رو هر احمقی احساس میکنه اینجا چیزی فراتر وجود داشت. نمیدونم چه چجوری بگم. احساس می کردم. برگزیده شدم. برگزیده برای کامیابی طولانی و مداوم. تصادف رو قبول نداشتم. می همچین صفات والایی تصادفی جا نشده. سعادتم رو متصل به فرمانی برتر در عالم والا می دونستم. من با ایمان به نیروی برتر سالها تو اوج پرواز کردم. نیروی برتر من رو برگزیده بود. خودش منو از جریان زندگی بالاتر برده بود. راستش هنوزم حسرت اون روزها رو میخورم. تو اوج پرواز میکردم و تو اوج بودم تا شبی که... نه. باید فراموش کنم شاید قلوف میکنم که از هر نظر راحت بودم ولی مطمئنم در این حال از هیچ چیزی راضی نبودم هر لذتی آرزوی لذتی دیگر رو برمی انگیخت. از جشنی به جشن دیگه میرفتم گاه تو شیفتگی کامل جهان و موجوداتش فرو میرفتم چه شبهای درازی که تا سهر تفریح میکردم تفریح منو به خلصه میبرد خلصه پر از شور و خستگی تو عالم خلصه لحظه کوتاه بدنم به رعشه میافتاد. به نظرم می رسید سر انجام. راز موجودات و جهان رو میفهمم. اما صبح روز بعد خستگی و راز هستی ناپدید می شدم. باز از نو شروع میکردم. همیشه سرشار بودم. اما هیچ وقت سیراب نمی شدم. می دویدم. اما نمی کجا توقف کنم. تا روزی که بهتره بگم شب. تا شبی که... موسیقی از نوازش دست برداشت روشنی ها خاموش شد جشن و خوشبختی هم یک بار در هم شکست اجازه بدید قبلش دوست بدویمون گوریل رو صدا بزنم لطفا سرتون رو به علامت تشکر تکون بدید آقا من به همدردیتون نیازمندم میبینم از حرفم تعجب کردید تا حالا نشده یهو به دوستی و همدردی احتیاج پیدا کنید؟ اما من عادت کردم به همدردی قناعت کنم. همدردی آسون تر به دست میاد. تعهدی هم ایجاد نمیکنه. کنه. همدردی از احساسات بزرگانه. ارزون به دست میاد. معمولا همدردی رو بعد از وقوع بلایا به دست میارم. اما دوستی به این سادگی نیست. دوستی به مرور ایام و بارنج بسیار به دست میاد. وقتی هم به دست اومد راهی برای خلاصی نداره. باید جلوش سینه سپر کرد. تصور کنید دوستانتون هر شب طبق وظیفه به شما تلفن کنن. مثلا تلفن کنن بدونن هنوز زنده اید یا خودکشی نداریم. دوستان تلفن نمیکنن از تنهایی درتون بیارن. برعکس اگر دوستی بهتون تلفن کنه دقیقا همون شبیه که تنها نبودید. دقیقا زمانی سراغتون رو میگیرن که زندگی به کامتونه. خداوند ما رو از تحسین دوستان در امان نگه داره. خدا نکنه هیچ وقت در نظر دوستان جایگاه بزرگی داشته باشیم. اما امان از فامیلا و نزدیکا کارشون فقط دوست داشتن ماست تلفن میزنن و ما رو به تیر میبندن اتفاقا تیراندازهای ماهری هم هستن درست نشونه میگیرن خیانت کارا چطور؟ کدوم شب؟ آهان شریک جشنم اعضا شد <applause> به اونم میرسیم صبور باشید هر کی با منه باید حوصلش زیاد باشه این حکایت دوستان و اقوام به موضوع مورد بس بیربت نیست کسی ماجرای جالبی نقل می کرد ماجرای مردی که دوستش افتاده بود زندان مرد شبها روی زمین سخت می خوابید خودش از لذت آسایش محروم می کرد می دونید چرا؟ چون دوست زندانیش از آسایش محروم بود آخا چه کسی برای ما رو زمین می خوابه. من خودم می تونم این کار رو بکنم؟ گوش کنین می به این کار توانا بشم و خواهم شد همه ای ما روزی میتونیم این کارو بکنیم چنین روزی روز رستگاری مونه البته کار آسونی نیست چون دوستی با فراموشکاری و ناتوانی همراهه از این گذشته شاید چنان که باید نمیخواد شاید ما زندگی رو اونطوری که باید و شاید دوست نداریم توجه کردید فقط مرگ احساساتمون رو بیدار میکنه رفقایی که از دور شدن و زیاد دوست داریم مگه نه استادای مرده رو میپرستین عاشق کسایی هستین که دهانشون پر خاکه و حرف نمیزنن میدونید چرا با مرده ها عادلتر و بخشنده دلیلی ساده است نسبت بهشون تعهدی نداریم مرده ها آزادمون میذارن دوستی داشتم که همیشه ازش دوری میکردم چون بودن باهاش کسلم میکرد به علاوه دوستم پایوند اصول اخلاقی بود با این وجود زمان مرگ تنهاش نذاشتم. دوستم راضی از من دست هم رو توی دستش فشرد و مرد. خدای من. چه آشوب دل تلفن زنگ میخورن. زربان قلبا بالا میره. جمله ها کوتاه میشن. مردم اندوهشون رو به زحمت میخورن. حتی هر کسی بسته به وسعش خودش رو متهم میدونه. آقای عزیز. آدمی زاد اینجوریه. انسان دو چهره داره. اگه دوستش نداشته باشن قدرت دوست داشتنش رو از دست میده. اگه تو محل سکونتتون مرگی اتفاق افتاد به رفتار همسایه ها توجه کنید. فکر کنید سرایدار ساختمونتون بمیره. سرایداری که تا روز قبل کسی بهش توجه نمی کرد. مردم همون لحظه به جوشش می افتن و خبر می گیرن. خبرها رو جمع می کنن تا بشینن و با هم دلسوزی کنن. چاره نیست مردم به نمایش اندوه بار محتاجن این نمایش براشون تعالیه نوعی شربت اشتها شاید تصور کنید تصادفی سرایدار رو مثال زدم اما نه سرایداری داشتم که بی نهایت زشت بود قولی ساخته شده از حقارت و کینتوزی همه ازش متنفر بودن حتی منم به هاش حرف نمی زدم. وجودش موجب ناراحتین بود یه روز مرد بیچاره افتاد مرد به تشیی جنازش رفتم میدونین دلیلش چی بود؟ براتون میگم زن بیمار سرایدار تو تنها اتاق خونشون خوابیده بود تابوت هم تو همون اتاق روی سپایه قرار داشت هر کسی باید خودش میرفت نامه هاشو بر می همسایه ها در و باز میکردن و میگفتن روز به خیر خانم غم آخرتون باشه. بعد خوبی های مرحوم رو از همسرش میشنیدن. همسایه ها نامه ها رو بر می داشتن و میرفتند. تو این کار لذتی وجود داشت. لذتی که همسایه ها رو به اتاق سرایدار می کشود. روز تشی تابوت بزرگتر از در بود. زن از توی رخت خواب با اندوه و تعجب گفت او عزیزم چقدر بزرگ بودی. مهمور مراسم جواب داد نگران نباشین اول تابوت رو مثل کتاب چپ می بعد از در میبریمش بیرون. دو نفر تابوت رو تا قبرستون دنبال کردند. من و یکی از آشناهای سرایدار. به قبرستون رفتیم و روی تابوت مجلل سرایدار گل ریختیم از قبرستون به دیدن همسر سرایدار رفتم بهش تسلیت گفتم و تشکرش رو پذیرفتم چه دلیلی برای این کارها وجود داشت؟ طلب همون شربت اشتباه. یک بار منشی پیری از کانون و کلا رو به خاک سپردم منشی مرد حقیری بود که همیشه دستش رو به گرمی می البته تو کانون دست همه رو به گرمی می فشردم. نه یه بار بلکه دو بار سمیمیتی بیریا بود که باعث می شد محبت همه رو جلب کنم محبت و ستایشی که برای شکوفایی استعداد هم نیاز داشتم برای تدفین منشی پیر رئیس وکلا به خودش زحمت نداد سر قبر بیاد اما من با اینکه میخواستم می خواستم برم سفر نرفتم کارم مورد توجه قرار گرفت. اصلا چون می دونستم مورد تمجید قرار میگیرم رفتم. بارش سنگین برف جلوی رفتنمو نگرفت. چی گفتین؟ به اون شبم میرسیم از موضوع دور نشدم. ترس به دلتون را ندید. بذارید قبلش چیزی رو براتون تعریف کنم. زن سرایدار که از اندوهش لذت می برد برای لذت بیشتر با خرید صلیبی از چوب نفیس خودش رو بدهکار کرد. بذارید ماجرای مرد وفاداری رو براتون تعریف کنم. مرد بیست سال از زندگی خودش رو صرف زن نادونی کرده بود. همه چیزش رو فدای زن کرد. دوستان، کار، حتی شور زندگیش. با این همه یک دفعه پی برد زن رو هیچ وقت دوست نداشته. در حقیقت مرد گرفتار ملال شده بود. او دلتنگ بود مثل خیلی از مردم. واسه همین برای خودش زندگی پردردسری ساخته بود. علت بیشتر تعهدات انسانی اینه که باید حادثه اتفاق بیفته. بنابراین زنده باد مراسم تطوین. لاقل من این بهونه رو نداشتم. هیچ وقت توی زندگیم دچار ملال نشدم. میدونید چرا؟ چون حکمرانی میکردم. اما اون شب سرخوشتر از همیشه بودم. دلم نمیخواست اتفاقی بیفته. با این وجود غروب زیبای پاییزی بود هوای شهر کمی گرم اما مطبوع بود شب از راه رسید کرانه آسمون کم کم تیره می شد. از ساحل چپ رود سن به طرف پل می رفتن. کنار رودخونه خلوت بود برگهای های زرد و خاکالود رو لگت می کردم. کم کم آسمون از ستاره لبریز شد لطف شب و خلوت پاریس را رو با روحم می چشیدم. خوشحال بودم روزم به خوبی گذشته بود. عبور نابینایی از خیابان، تقلیل مجازات مجرمی مظلوم، چند فقره بزل و بخشش و ایراد سخنرانی بداهه در رابطه با سنگ دلی طبقه حاکم روزم و ساخته بود. راضی از خودم به پل رسیدم. کسی روی پل نبود. به جریان آب نگاه کردم. حس عظیمی از قدرت و کمال توی وجودم اوج گرفت. قلبم منبسط شد. عمیقا خوشنود بودم یک دفعه صدای قهقهه زنی را از پشت سرم شنیدم ما تو مبهود سرم را شرخوندم کسی نبود تا کنار نرده رفتم قایق روی آب نبود سرم رو بالا گرفتم دوباره صدای خندر از پشت سرم شنیدم کمی دورتر صدا با جریان آب پایین رفت سر جان میخکوب شدم صدای خنده کم و کمتر میشد اما هنوز از پشت سرم می شنیدن. صدای خنده از بستر آب می اومد. کوبش پیاپی قلبم رو می شنیدن خوب به من گوش کنید تو این خنده چیز مرموزی وجود نداشت خنده ساده و طبیعی بود لحنی دوستانه داشت لحظه بعد صدا قطع شد به کنار رودخونه برگشتم گیج بودم به سختی نفس میکشیدم وقتی رسیدم خونه به دوستی تلفن زدم خونه نبود نمیدونستم از خونه برم بیرون یا نه تو این تردید بودم که ناگهان زیر پنجره اتاقم صدای خنده شنیدم پنجره رو باز کردم تو پیاده رو چند تا جوان با شادی از هم خدافزی میکردن شونه بالا انداختم و پنجره رو بستم پرونده ای داشتم که باید روش کار میکردم رفتم هموم دوش بگیرم تصویرم تو آینه لبخند میزد به نظر می رسید لبخندم دوگانی شده چی گفتید؟ ببخشید فکرم جای دیگه ای بود البته فردا باز هم دیگر می بینیم نه نه می خوام برم فردا شما رو می بینم نمی تونم بمونم میز روبرو رو ببینیم؟ قول تشنهی که سر میز نشسته بهم هم نیاز داره مرد شریفیه پلیس از روی شرارت ذاتی و فساد خودش اذیتش کرده مرد نیاز به مشاوره داره به نظر شما قیافه شبیه آدم کشاست؟ مطمئن باشید شغلش همینه دزدی هم میکنه این آدم قارنشین تو قاچاق و تابلوهای نقاشی تخصص داره تعجب <تصفح> میکنید نه؟ گول ظاهرشو نخورین همین مردک سارقه یکی از معروفترین تابلوهای دنیاست کدوم تابلو صبور باشید شاید بعدم بهتون گفتم از اطلاعاتم تعجب نکنید اگرچه من قاضی تائبه اما اینجا تفریح میکنم من مشاور قضایی این مردم ساده دلم کار ساده ای نبود اما قیافم کم کم اعتمادشون جلب کرد به علاوه چند دوایی سخت و حل کردم اول برای منفعت این کاری کردم اما بعدم بهش ایمان آوردم فرض کنید فاسقان و سارقان همیشه محکوم می اون وقت مردم شریف تا ابد خودشونو بیگناه می و به گمانم ببخشید این کارم دارم بله بله الان میام خدمتتون تا فردا خدافز فصل دوم آقای عزیز خوشحالم دوباره کنج این کافه شما رو میبینم اون شب؟ واقعا از کنج کافیتون سپاس گذارم اما ماجرای من چیز فوقلدهی نیست اما حالا که به شنیدنش علاقه مندید براتون تعریف میکنم تا چند روز صدای خنده فکرم رو درگیر کرده بود بعد فراموشش کردم گاهی احساس میکردم تنینش رو گوشه ای از وجودم حس میکنم بیشتر اوقات فکرم رو جای دیگه متمرکز میکردم به راحتی به چیزای بی اهمیت فکر میکردم بعد از اون اتفاق دیگه کنار رود سن نرفتم گاهی با اتوبوس یا تاکسی از کنارش عبور می کردم. به محض دیدن رود سکوت و خاموشی سراسر سر وجودم رو می گرفت. گمونم منتظر بودم اتفاقی بیفته. وقتی از روی رودخونه عبور می کردم و حادثه اتفاق نمی افتاد، نفس راحت می کشیدم. وقتی از کنار یا روی رودخونه عبور می کردم، نوعی کوفتگی عمیق روحم را رو آزار می داد. نیاز داشتم روحیم رو ترمیم کنم. سراغ پزشکا رفتم. دکترا به هم داروهای آرام بخش دادن. با خوردن داروها یه روز حالم خوب بود، یه روز بد. زندگی سهولتش رو برام از دست داده بود. جسم افسرده قلب رو ناتوان میکنه. به مرور زندگی کردن و فراموش کردم. ماله، امشبم سر حال نیستم. جملات رو به زحمت ادا میکنم. به نظرم به خوبی همیشه حرف نمیزنم. کلامم قاطع نیست. فکر کنم به خاطر حواس هوا گرفته است. نفس آدم میگیره سنگینی هوا به سینم فشار میاره چطور از کافه بریم بیرون ها؟ به جزیره های اون طرف آب نگاه کردین؟ من همه جزیره ها رو دوست دارم تو جزیره راحت تر میشه حکومت کرد اون خونه آجاری رو میبینیم؟ قشنگه نه؟ حالا اونجا رو نگاه کنین اون دوتا جمجمه آویزون رو میبینین؟ صاحب این خونه قبلا برد فروش بوده قدیما مردم جربوزه داشتن اهل پنهونکاری نبودن داد میزدن همینی که هست من مال و ثروت دارم تجارت برده میکنم کسی هم جلو دارم نیست فکر کنید امروز کسی این حرفا رو بزنه کسی رسما اعلام کنه شغلش برد فروشیه مگه میشه اول از همه صدای همکارای خودم در میاد تا دو تا بیانیه صادر نکنن دست بر نمیدارن البته منم کنارشون امضا میکنم ما با بردگی مخالفیم حالا اگه برده ای رو تو خونت به کار گرفتی یا مجبور شدی کار خونت رو با برده ها به چرخونی اشکال نداره چنین بردهداری رو جامعه قبول میکنه اما نمیشه بهش افتخار کرد جامعه به ما میگه افتخار به بردهداری اشتباه. اشتباهه خوب میدونم ذات انسان از حکمرانی چشموشی نمیکنه. بعضی ها هم باید همیشه خدمت کنن. آدمی زاد همونطور که نیاز به هوا داره به بردن محتاجه. حتی پسترین افراد طبقات اجتماعی هم همسر یا فرزندی دارن. میتونید نکته اصلی چیه؟ نکته اینه که آدم توانایی عصبانی شدن داشته باشه. بتونه سر کسی داد بزنه. ولی کسی حق جواب دادن نداشته باشه. این دستور اخلاقی رو شنیدین که میگه کسی جواب پدرشو نمیده؟ دستور عجیبیه اگه آدم به کسایی که دوستشون داره جواب نده پس به کی جواب بده؟ از طرفی دستور قانع کننده ایه بلاخره یکی باید حرف آخر رو بزنه وگر هر دلیلی دلیل دیگه ای داره اینجوری جواب دادن ته نداره قدرت همه چیزو حل و فصل میکنه ما مدت ها وقت صرف کردیم تا بفهمیم دیگه مثل عهد با ساده نگیم من اینطوری فکر می کنم ایراد شما به فکر من چیه خب ما واقع بین شدیم بیانیه رو جایگزین بحث کردیم میگیم حقیقت اینه دربارش بحث کن اما ما گوش نمیدیم چند سال دیگه پلیس نشونتون میده حق با منه حالا همه چیز روشن ما خودمون میشناسیم از توانایی خبر داریم خودم مثال میزنم همیشه دوست دارم همه با لبخند بهم خدمت کنم. قیافه غمگین خدمتکار روزم رو خراب میکنه البته خدمتکار حق داره غمگین باشه اما برای من بهتر شاد ببینمش برای همین هیچ وقت تو رستوران های چینی غذا نمیخورم سکوت شرقی ها در مقابل غرب تحقیرآمیزه بین خودمون بمونه به نظرم خدمتگذاری همراه با لبخند ضروریه ولی نباید بشه اعتراف کرد کسی از برده ها و بردهداری چشپوشی نمیکنه. ولی بهتره بگیم آزادن. اینجوری اخلاق هم رعایت میشه. برده ها هم به زندگی امیدوار میشن. اینطوری خدمتکارا به ما لبخند میزنن، وجدانمون هم آسوده میشه. اگه برده ها رو آزاد نخونیم، مجبوریم تجدید نظر کنیم. تجدید نظر منجر به رنج جنون یا رنج فروتنی میشه. از هر دو باید ترسید. فرض کنید هر کسی لب باز کنه و پرده از رازش برداره. به عبارت همه خودشونو معرفی کنن هر کی حرفه حقیقی و هویت خودش رو اعلام کنه چه قوقایی میشه کارت های ویزیت رو تجسم کنید ژان فیلسوف ترسو مالکه مسیحی یا ادیبی فریبکار آدرس خیابان پنجم کوچه 64 و و... چه جهنمی برپا میشه سردر هر خونه ای تابلوی گویا وجود داره تابلوی که همه اسرار صابخونه رو فاش میکنه اینجوری برای یه بار هر کی تو جای خودش دبقه بندی میشه مثلا خود شما آقای عزیز فکر کنید رو تابلوی شما چی می حرفی نمی باشو باشه برای بعد با وقتی آماده شدین خودتون جوابم رو می دیم. اما من تابلوی خودم رو می شناسم. تابلوی من چهره دوگانه داره روی تابلوم یک سر نقاشی شده با دو صورت صورت هایی که یکی چشم به جلو داره و یکی چشم به پشت سر به زبان استعاره یکی آینده رو میبینه دیگری گذشته رو زیر تابلو با خط خوش شعار دل من رو نوشته از این هزر کنیم اما کارت هم روی کارت ویزیتم نوشته جان باتیس کلمانس بازیگر <تصفح> بذارید براتون مثالی بزنم چند شب پیش موقع عبور نابینایی از خیابون چیز جالبی به ذهنم رسید میدونید در جواب تشکرش چی کار کردن؟ در جواب کلاهم هم رو برداشتم بی نهایت چه حسابه مسلما من تا اون زمان برای نابیناها ها کلاه اثر بر نمی داشتم. نابینا که تعظیمم رو نمیدید. دید. می تو اون لحظه پرشکوه مخاطبم کی بود؟ <applause> خب معلوم تماشاگرا. ادای احترام پس از اجرای بازی تشکر برای اینکه نمایشم رو دیدن خب مگه نه؟ گاهی هم همه چیز بر وفق مراد نیست یه بار به راننده اتوبوسی کمک کردم راننده ازم تشکر کرد در جواب تشکرش گفتم هیچ کس دیگه این کارو نمی کرد موی بدنم سیخ شد بازیگری بودم که دیالوگش رو اشتباه گفته نمایش خراب شد بعد میگفتم هر کسی دیگه ایم بود هم بود همین کارو می کرد این اشتباه لفظی روی دلم موند قبلا تو توازع واقعا یک تاز بودم هموطن عزیز با کمال فروتنی اعتراف میکنم همیشه سرشار از غرور بودم من 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 این ترجیبند زندگی گرامی من بود کلمه من تو هر چی میگفتم شنیده میشد هرگز بدون خود ستایی حرف نزدم خیشتم دارانه خودم را ستایش میکردم من هموار آزاد و با اقتدار زندگی کردم بی تنها یک دلیل داشت من یگانه بودم همانندی برای خودم نمیشناختم قبلا هم به شما گفتم خودم رو باهوشتر از همه مردم تصور میکردم خودم رو تو همه چی عالی میدونستم. تیر تیرانداز نمونه، راننده بی نزیر، بهترین عاشق حتی تو زمین هایی که خوب نبودم مثلا تو تنیس متوسط بودم اما میدونستم اگه فرصت تمرین داشته باشم حریف قویترین ترین تنیس را میشم جز برتری و فضیلت چیزی تو خودم سراغ نداشتم برترین منو آروم و نیک خونه گرمی می داشت. اگه مشغول کار بقیه می شدم فقط از سر بند نوازی بود. نمایش شایستگی خودم بود برای خودم. مردم رو یاری می کردم تا از عشق خودم به خودم فراتر برم. بعد از اون شب، بعد از شنیدن تنین اندوهبار خنده ها، حقایق بدیهی رو کشف کردم. البته به مرور، اول لازم بود خاطراتم رو از نو زنده کنم. هر چی می دونستم رو از اول یاد گرفتم. انگار همه چیز تو خودم بود و بهش بی توجه بودم. تا اون روز معجزه شگفتانگیز فراموشی یاریم کرده بود. همه چیز رو فراموش می کردم. زودتر از همه آدم ها تصمیم ها رو از یاد می بردم. چیزی رو به حساب نمی آوردم. جنگ، خودکشی، عشق، بدبختی، هیچ کدوم برام ارزش نداشت. البته اگر شرایط ایجاب میکرد بهشون توجه نشون میدادم اما توجه هم معدبانه، ظاهری و سطحی بود گاهی وانمود میکردم از موضوعی به هیجان اومدم موضوعی که ربطی به زندگیم نداشت در باطن با چنین فرعیاتی کار نداشتم فقط وقتی آزادیم در خطر بود توجه هم به موضوعی جلب میشد چی بگم؟ همه چیز آروم میگذشت همه چیز ملایم از کنارم رد میشد البته باید نسبت به خودم منصف باشم بعضی از فراموشی هم قابل تحسین بودن دیدین آدم های خوب هر توهینی رو می بخشن؟ واقعا هم می اما فراموش نمی کنن. نکته کار همینجاست من از جنس آدم های خوب نبودم هر توهینی رو نمی بخشیدم. اما فراموش می افرادی فکر میکردن عمیقا ازشون متنفرم اما وقتی با سلام گرمم مواجه میشدن وقتی دستشون رو سمیمانه میفشردم هاج و واج میموندن بعدش بزرگواری من رو تحسین میکردن البته بعضی هم بر حسب خلقشون بیغیرتیم رو تحقیر میکردن انگیزان ساده بود همه چیز رو فراموش کرده بودم حتی اسم این آدم ها رو نمیدونستم بنابراین نقص من منو شریف و بزرگوار نشون میداد. تو زندگیم جز من چیزی دوام نداشت جز من همه چیز قابل فراموش کردن بود تا بالاخره همه چیز رو به یاد آوردم کم کم حافظم برگشت درستر بگم من به حافظم برگشتم خاطری که منتظرم بود رو به یاد آوردم پشت چراغ قرمز ایستاده بودم وقتی چراغ سبز شد لحظه توقف کردم همون لحظه هم و تنان صبورمون بوق زدن لابلای این صداها ماجرایی از گذشته به یادم اومد. حادثه تو همچین اوضاعی اتفاق افتاده بود. وقتی چراغ قرمز بود، موتور سواری از هم سبقت گرفت. درست جلون وایساد. موتور سوار مرد لاغر و ریزه ای بود. لحظه سبز شدن چراغ موتور مرد خاموش شد. مرد بیهوده سعی می کرد موتورش رو روشن کنه. چراغ سبز شده بود. مرد همچنان مشغول موتورش بود. با ادب همیشگیم ازش خواستم موتورش رو کناری بکشه تا رد شم. مردک از دست موتورش عصبانی بود، عصبانیتش رو سر من خالی کرد. سرم داد زد، واره کارت. انتظاری نیست. نهایت ادب هموطنان پاریسیمون هم قدره. تو جوابش بازم معدبانه خواهشم رو تکرار کردم. این بار لحنم کمی بی تر بود. مردک دوباره داد زد، گورت کن. همون موقع صدای بوغ ماشین ها از پشت سرم بلند شد. با لحن جدیتری از مرد خواستم معدب باشه. گفتم آقا راه رو بند آوردید. مرد که زورش به موتورش نمی مشتش رو برای من تکون داد. اگه می خواهی کنم بی جلو. این همه وقاحت من از کوره به در برد. خواستم حقش رو کف دستش بذارم. از ماشین پیاده شدم. یک سر و گردن از حریف بلندتر بودم. اما هنوز پام به زمین نرسیده مردم جمع شدن. مردی از میون جمعیت خودش رو انداخ روم. هم گفت من رزل و پستم. گفت نمیذاره مرد ناتوانی رو که تنها داراییش یه موتور خرابه رو بزنم. با کتاب همه جا. یه دفعه صدای روشن شدن موتور اومد. موتور سوار سیلی محکمی به گوشم زد. دنیا دور سرم چرخید. تا به خودم بیام موتور سوار دور شده بود. گیج و بی اختیار سوار ماشینم شدم. چراغ از نو سبز شد وقتی ماشین رو راه انداختم راننده با گفت بارا بدبخت بینوا تصویرش هنوز جلوی چشممه به نظرتون این ماجرا بی اما من برای فراموش کردنش خیلی وقت گذاشتم میدونین چرا چون بدون اینکه کاری کنم گذاشتم کتکم بزنن از دو طرف به هم حمله کرده بودن قافلگیرم کردن مغزم به هم ریخته بود ماشینا مدام بوغ میزدن بعضیا چراغ می زدن. دنیا دور سرم میچرخید چه تشویش عجیبی بود احساس بدبختی میکردم احساس میکردم گذاشتم شرفمو به باد بدن روزی هزار بار این صحنه جلوی چشم می اومد. خودم رو تصور میکردم. جلوی یه عالم چشم سوار ماشینم می شدم. آدم ها به هم می خندیدن. ولی من اکسال عملی نشون نمی دادن. بعد از اون روز بارها صحنه رو بازسازی کردم. تصور میکردم چی کار باید میکردم و نکردم. خودم رو میدیدم که با مشت مرد رو زمین میافتم. بعدش سوار ماشین میشم و دنبالش میکنم. تو کوچه بهش میرسم از موتور میکشمش پایین آش و لاشش میکنم. کاری میکنم دیگه جورت نکنه با آدم محترمی مثل من همچین برخوردی بکنه. این فیلم کوچیک رو با کمی تغییرات هزار بار تو ذهنم بازبینی کردم. عجب باز باروم شروع شد. بیاید زیر شیربونی وایسیم. خب کجا رسیده بودیم؟ بله بله شرف و آبرو وقتی این ماجرا دوباره یادم اومد معنیش رو فهمیدم روی هم رفته رویام در برابر آزمون حوادث مقاومت نکرده بود دیگه برام روشن بود رویای کامل بودن تو سرم بوده میخواستم مردی باشم که دیگران رو بادار میکنه بهش احترام بذارن واسه همین تونشون دادن مهارتهای جسمانیم بیشتر از مواهب معنویم خودنمایی میکردن. بعد از اینکه بین مردم سیلی خوردم دیگه ممکن نبود این تصویر زیبا از خودم رو تو ذهنم نگه دارم تو آرزوی انتقام میسوختم فهمیدم آرزوی حقیقیم این نبود که باهوشترین یا بخشنده ترین موجود روی زمین باشم من میخواستم از همه قوی تر باشم اون هم به ابتدایی ترین شکل ممکن خب میدونید هر مرد باهوشی رویای گنگستر بودن داره دوست داره با اعمال خشونت به جامعه حکرانی کنه گنگستر شدن اصول نیست برای همین فرد باهوش به جای گنگستر شدن سیاست مدار میشه اگر از این طریق بتونه رو جهان تسلط پیدا کنه دیگه نیازی نداره روحش رو به پستی و حقارت آلوده کنه من تو خودم آرزوهای شیرینی برای آزار و شکنجه کشف کردم فهمیدم فقط تا حدی طرف مجرمها و متهمها رو میگرفتم که از خطاشون به هم آسیبی نرسه چون میدونستم خودم قربانی نیستم مجرم بودنشون به هم قدرت کلام میداد بذارید تو این فرصت راز دیگه ای رو براتون فاش کنم بیان چیزی که میخوام براتون حکایت کنم کمی سخته این بار ماجرای زنی در میونه عجب بارون قطع شده محبت کنید تا خونه همراهیم کنیم خیلی خستم تا حالا تو عمرم اینقدر خسته نبودم از حرف زدن خسته نشدم از تصور چیزی که باید بگم و هنوز نگفتم به این حال روز افتادم برای گفتن کشف اساسیم چند کلمه کفایت میکنه پس چرا بیشتر بگم شرح ماجرا اینه دو یا سه سال قبل شبی که تصور کردم صدای خنده پشت سرم میشنوم از روی پل رفتم خونم ساعت یک نیمه شب بود بارون ریزی میبارید بهتره بگم بارونی از ذرات سرد مه از پیاده روی احساس خوشبختی میکردم کمی کرخ شده بودم جسمم آروم بود و خونی زلال همچون بارونی که میبارید تو بدنم جریان داشت روی پل سایه دیدم سایه به لبه پل تکیه داده بود حس کردم به رودخونه خیره شده رفتم نزدیکتر زن جوانی رو دیدم زن لاغر و سیاه بود بعد از لحظه تردید راهم رو رفتم انتهای پل به طرف خونم پیچیدن هنوز خیلی دور نشده بودم که صدای فرو افتادن جسمی تو آب منو سر جام میخوب کرد خوشگم سر بایستادم اما جرأت نکردم برگردم پشت سرمو رو ببینم صدای فریادی شنیدم فریاد چند بار تکرار شد صدا طول رودخونه رو پایین رفت ناگهان خاموش شد سکوت همه جا رو گرفت سکوتی که دنبال فریاد اومد تمومی نداشت میخواستم بدونم. ولی قدرت نداشتم از جام تکون بخورم به خودم میلرزیدم به خودم گفتم باید کاری کنم اما ضعف ضعف مقاومت ناپذیر وجودم رو در بر گرفته بود یادم نیست اون لحظه به چی فکر میکردم با صدای بلند به خودم گفتم خیلی دیره خیلی دورم با گام های کوتاه زیر بارون دور شدم کسی رو خبر نکردم عجب رسیدیم اینم خونه من پناهگاه امنم فردا؟ بله هر طور شما بخواین با کمال میل میبرم به جزیره قرار ما ساعت یازده تو مکسیکو سیتی چی گفتین اون زن؟ نمیدونم واقعا نمیدونم شب بعد و روزهای بعدش روزنامه ها رو نخوندم به نظرم این جزیره شبیه دهکده ی عروسک مگه نه؟ ولی دوست عزیز شما رو برای دیدن مناظر چشم نواز اینجا نیاوردم. هر کسی میتونه شما رو به تماشای این کلاها، کفشای چوبی و خونه های تزین شده بیاره. اما من میخوام چیزای مهمتری رو بهتون نشون بدم. بیایید روی این نیمکت بشینیم. از اینجا زیبایی های دهکد زیر پامونه. سمت چپتون رو ببینین. ببینین چه ماسزار قشنگیه؟ رو به رو ببینین. دریایی به این قشنگی دیده بودین؟ بالا سرمون آسمونی پهناوره. آسمونی که رنگ آبای مرده رو منعکس میکنه. اینجا همه چیز به صورت خطوط افقی آری از درخششه. فضا بیرنگه، انگار زندگی مرده. اینجا جهانی در حال محو شدنه. انسانی داخلش نیست، چه بهتر؟ فقط من و شما هستیم. ما در برابر سیاره زمینی که خالی از سکنه شده. خیلی خستم رشته ای کلام از دستم در میره. دیگه ذهنم به روشنی سابق نیست. یه زمان دوستام ذهن پویا و فعالم رو ستایش میکردن. هرچند دیگه دوستی ندارم. فقط شریک جرم دارم. میپرسید از کجا میدونم دوستی ندارم؟ خیلی ساده است. این موضوع رو روزی کشف کردم که به فکر پایان دادن زندگی مفتدن. البته فقط میخواستم دوستام رو امتحان کنم. میخواستم تنبیهشون کنم. اما فهمیدم دوستی ندارم. اگرم داشتم وزن بهتر نبود. اگر میمردم نمیتونستم از زیر تابوت خیافه دوستامو ببینم. از ورای کفن چیزی دیده نمیشد. تازه اگه خطر شنیدن انگیزه هایی که برای مرگتون عنوان میکنن به حساب نیاریم. قبل از مرگ هم صداشون رو میشنوم. خیلی ضعیف بود. نتونست تحمل کنه. واسه همین خودشو گشت. مردم از نظر قوه ابداع خیلی فقیرن. همیشه خیال میکنن آدم به خاطر ضعفاش خودکشی میکنه. چیز دیگه ای تو مغزشون فرو نمیره. وقتی بمیری فرصت رو قنیمت میشمارن تا برای عملتون انگیزه های احمقانه بتراشند. برای همین هیچ کس اندیشه های حقیقی رو درک نمیکنه. مرده ها یا فراموش میشن یا مورد تمسخر قرار میگیرن. از خون ریخته شده اونها هم همیشه بهره برداری میکنن. بگذریم از بحث دور شدیم. من زندگی رو دوست دارم. نقطه ضعف هم دوست داشتن زندگیه. اونقدر زندگی رو دوست دارم که از چیزی جز خود زندگی تصوری ندارم. مردان بزرگ بین شکستن و خم شدن شکستن رو ترجیح میدن ولی من خم میشم میدونین چرا؟ چون خودم رو دوست دارم چون عاشق زندگیم بعد از همه اون چیزهایی که تعریف کردم خیال میکنین چی کار کردم؟ فکر میکنید از خودم متنفر شدم؟ برعکس از دیگران متنفر شدم البته از نقطه ضعفم آگاه بودم و به خاطرشون افسوس میخوردم شاید از این حرفا تعجب کنید شاید به نظرتون غیر منطقی بیاد ولی بحث سر منطق نیست بحث سر اینه که خودمون رو از داوری کنار بکشیم نمیگم از کیفر کارمون کنار گیری کنیم مکافات بدون داوری تعمل پذیره اسمی که بیگناهیمون رو تضمین میکنه بدبختیه باید از اینکه پیوسته ما رو داوری کنن بدون اینکه حکمی صادر بشه کنار بمونیم البته به راحتی نمیشه داوری رو تموم کرد امروز ما برای داوری و فریبکاری آماده ایم با این تفاوت که ترس ناتوانی داریم اگر در این باره شکی دارین به حرفهای روزانه مردم فکر کنین اگه بازم نتیجه ای نگرفتین نوشته های مردان بزرگ معاصر رو بخونین اینجوری اطلاعات کافی رو دست میارین دوست عزیز نباید بهانه ای هر چند کوچیک برای قضاوت دست مردم بدیم و الا قطع اما میکنن باید تدبیر رام کننده یه حیوانای وحشی رو به کار بگیریم رام کننده اگه بعد شانسی بیاره و قبل از وارد شدن داخل قفس صورتش با تیغ ریش تراش زخم میکنه غذای لذیذی برای حیوانات تهیه کرده روزی از خودم پرسیدم نکنه اونقدر رام قابل تحسین نبودم از همون روز نسبت به همه بیاعتماد شدم با خودم گفتم حالا که چند قطره خون از تنم رفته بعید نیست سر و پا غرق بشم و مردم رو ببلن حس می کردم ضعیف شدم. احساس می کردم در معرض قضاوت و تهمت همه ایستادم. هم نام هم دیگه شنونده های محترمی نبودن. دایره ای که تو مرکزش بودم شکسته شده بود. مردم مثل قضات به ردیف نشسته بودن. اون لحظه فهمیدم در مردم استعدادی مقاومت ناپذیر برای داوری وجود داره. به نظرم می رسید مردم با لبخندی پنهانی نگاهم می کنن. احساس می کردن به هم پشت پا می زنن. در واقع چند بار هم موقع ورود به مکانهای عمومی بی دلیل سکندری خوردم. حتی یه بار دراز به دراز روی زمین افتادم. هرچند این حوادث رو به تصادف نسبت دادم. اما به هر حال بدگمانی تو وجودم باقی موند. کشف این موضوع که دشمن دارم کار سختی نبود. گروهی به خاطر خدمتی که بهشون کرده بودم، گروهی به خاطر اینکه انتظارشون رو برآورده نکرده بودم، با هم دشمن بودم روی هم رفته همه اینها طبیعی بود. آنچنان احساس اندوه نکردم. در عوض قبول این که بین کسایی که نمیشناسن دشمن دارم دشوار و دردناک بود. سادلوهانه فکر میکردم مردمی که منو نمیشناسن اگه با هم برخورد کنن دوستم دارن. اما چنین نبود. به خصوص بین کسایی که فقط از راه دور منو میشناختن. لابد فکر میکردن زندگی پرباری دارم. گمون میکردن تو سعادت مطلق قوته دارم. در نظر مردمی گناه بخشودنی نیست. وقتی موفقیت به صورتی خاص ظاهر میشه، همه هار میشن. از سویدی که زندگیم تا سرحد انفجار پر بود. به دلیل کم بوده وقت، به اشخاصی که تو دوستی پیش می میشدن جواب رد میدادن. من همه چیزو فراموش میکردم. ولی کسایی که درخواست دوستی کرده بودن زندگیشون پر نبود. برای همین رد درخواستشون از جانب من رو فراموش نمی کردن. مردم خوشبختی رو فقط به شرطی بهتون میبخشن که خوشبختیشون رو با سخاوت باهاشون قسمت کنی. اما برای نیکبختی نباید زیاد از حد همراه دیگران شد. اینجوری راهی برای خلاصی وجود نداره. بین خوشبخت بودن و محاکمه شدن یا بدبخت بودن و تبرعه شدن باید یکی انتخاب کرد. برای من بیعدالتی شدیدتر بود. به جرم سعادتهای قبلی محکوم شده بودم. روزی که از خطر آگاه شدم چشم بسیرتم باز شد. ناگهان قوای ذهنی و جسمیم تحلیل رفت. دنیا منو به باد تمسخر گرفت. این همون چیزیه که کسی تا به تحملشو نداره. البته به جز کسایی که زندگی نمیکنن یعنی فرزانگان. تنها از طریق بدجنسی میشه به دفع حمله پرداخت. برای همین مردم تو محاکمه کردن شتاب میکنن. مردم نمیخوان محاکمه بشن چه توقعی داریم؟ طبیعی ترین تصور انسان تصور بیگناهی خودشه تو اردوگاه یهودیان مردی فرانسوی اصرار داشت به حکم بازداشتش اعتراض کنه همه بهش میخندیدن میگفتن رفیق بیفایده است اینجا کسی به چیزی اعتراض نمیکنه فرانسوی گفت وضع من فرق داره من بیگناهم ما همه مثل مرد فرانسوی هستیم استثناهای بیگناه همه میخوایم از چیزی تقاضای فرجام کنیم میخوایم به هر قیمتی شده بیگناه باشیم حتی اگر لازم باشه نوع بشر و قضا و قدر و آسمونی رو متهم میکنیم وقتی از هوشمندی و سخاوت کسی تعریف کنید فرد رو کمی خوشحال کردیم در عوض اگر سخاوت فطریش رو ستایش کنین بالاترین شادی رو بهش دادین اگر به جنایتکاری بگید خطاهاش از شخصیتش نیست اگه بهش بگین جنایتش زاده مختزیات ناگوار زمان است، شکر گذارتون میشه. با این همه، هوش و شرافت مادرزادی به هیچ وجه در خور تحسین نیست. آدم های هیلگر طالب عدم مسئولیتن. بدون احساس شرم به جبر و زمان متوسل میشن. مهم اینه که بیگناه باشن. باید فضایلی که از بد و تولد بهشون اعطا شده مورد تردید قرار نگیره تا تقصیرها موقتی جلوه کنه. موضوع اساسی اینه که رشته داوری بریده شه ولی بریدن این رشته دشواره مشکل همزمان تحسین و در رحمی کسی رو برانگیخته نکرد همه میخوان ثروتمند شن میدونید چرا برای اعمال قدرت ثروت انسان رو از محاکمه فوری در امان نگه میداره ثروت از انبوه جمعیت مترو خارجتون میکنه تا تو اتاقک نیکلندود اتومبیل محبوس شید شما رو میون باغهای وسیع و اتاقهای مجلل کشتی از دیگرون مجزا میکنه. دوست عزیز، ثروت حکم براعت نیست، اما تعلیق حکم محکومیت ثروت همیشه به کار میاد. از همه مهمتر، حرف رفقاتون وقتی ازتون میخوان صادق باشید و باور نکنین. رفقاتون با این درخواست میخوان توجهتون رو جلب کنن. میخوان تصور خوبی ازشون داشته باشید بنابراین اگه خودتون رو تو چنین وضعی دیدید تردید نکنید قول راستگویی بدین و به بهترین وجه ممکن دروغ بگید شما به آرزوی پنهانشون جواب میدید و محبت خودتون رو ثابت میکنید ما برای کسایی که ازمون بهتران درد و دل نمی کنیم. حتی ازشون فرار میکنیم. بیشتر اوقات اسرار خودمون رو برای کسایی اعتراف می که شبیه خودمونن. کسایی که تو زعفا و هقارت هامون شریک باشن ما نمیخوایم خودمون رو اصلاح کنیم چون اگر میخواستیم اول باید ناتوانیمون رو قبول میکردیم ما میخوایم برامون دل بسوزونن میخوایم تو راهی که میریم تشویقمون کنن میخوایم مقصر نباشیم در عین حال برای تزکیه نفسمون هم قدمی بر نداریم نه از وقاحت نصیب کافی بردیم نه از فضیلت نه نیروی ارتکاب گناه داریم، نه قدرت اجرای سواب. شما با آثار دانته آشنایین؟ میگید صبر؟ حق داریم. برای انتظار روز جزا به صبر نیازمندیم. اما نکته اساسی اینه که عجله داریم. به قدری عجله داریم که من به حکم اجبار قاضی تائب شدم. فصل سوم بعد از اینکه درباره خودم به بررسی های طولانی پرداختم، از دروی عمیق مخلوقات پرده برداشتم. با بررسی تو حافظم فهمیدم تواضع من رو تو جلوه فروختن یاری میکرده. افتادگیم من رو بر دیگران مسلط میکرده. فضیلت تو آزار دادن بقیه کمکم میکرده. من با روش های مسالمت آمیز سر جنگ داشتم. عاقبت از راه بلند نظری چیزی رو که میخواستم به چنگ می آوردم. مثلا هرگز از اینکه روز تولدم رو فراموش کنن شکایت نمی کردم. خیشتن داریم در این مورد باعث تعجب و تحسین دیگران میشد. ولی انگیزهی بلند نظریم پوشیده تر از این بود. میل داشتم فراموشم کنن تا پیش خودم از این فراموشی شکایت کنم. چندین روز قبل از فرارسیدن روز تولدم حواسم رو جمع میکردم. مواظب بودم کلمه ای از دهنم در نره و روز تولدم رو یادآوری نکنم. به خودم وعده شکستشون رو داده بودم. تنهاییم که به اثبات می رسید خود رو به دست جذبه غمگینی مردان می سپردم. فضایلم مانند سکه هایی بودن که پشتشون جلای کمتری از روشون داشتن. از سوی دیگه معایبم به رفم تموم می شدن. مثلا الزامی که تو مخفی کردن جنبه فاسد زندگیم داشتم به هم حالتی سرد می داد. سردیم رو به حساب فضیلت میذاشتن بی اعتنایی محبت بقیه رو جلب میکرد خودم رو جدی و خشن نشون میدادم اما هرگز قدرتش رو نداشتم در برابر وسوسه کوچیک مقاومت کنم با صدای بلند دم از درستی و وفاداری میزدم اما بین کسایی که دوستشون داشتم یک نفر هم نبود که بهش خیانت نکرده باشم البته اونا مانع از وفاداریم نبودن من صداقتم رو همیشه بیان میکردم امان از صبح بعضی صبح ها خودم رو تا نهایت پیش می بردم. آخرش به این نتیجه می رسیدم که مهارتم تو تحقیر دیگرانه. اغلب اوقات کسایی از کمکم بیشتر بهره می شدن که بیشتر تحقیرشون کرده بودم. با کمال ادب و علاقه پرشور نسبت به هم نو هر روز بر چهره همه نابیناها آب دهان میانداختند. هرگز از صمیم قلب باور نکردم کارهای انسانی جدی و با اهمیتن. کار جدی و مهم کجا بود؟ در این باره چیزی نمیدونستم جز اینکه همه چیز نوعی بازی ملال انگیزه. اعتقاداتی وجود داره که هرگز درک نکردم. همیشه با سوء زن به این موجودات عجیب نگاه میکردم. کسایی که برای پول میمردن. کسایی که از دست دادن مقام معیوسشون میکرد. به خودم میگفتم، این مردم یه چیزیشون میشه. گاهی وانمود میکردم زندگی رو جدی گرفتم. اما خیلی زود همین جدی بودن به نظرم پوچ و بیاهمیت میومد. پس فقط ایفای نقشم رو تا جایی که در توانم بود ادامه میدادم. نقشی که به عهده داشتم، نقش موجودی کارآمد بود، فردی باهوش، با, با تقوا و وطن پرست. نقش کسی که از رزالت متنفره با گذشت و نودوسته. هیچ وقت از ته دلم با کسی صمیمی نبودم جز ایامی که ورزش میکردم یا زمانی که تو هنگ بودم و نمایشی برای خوشایند خودمون اجرا میکردیم در هر دو مورد قاعده ای مسخره برای بازی وجود داشت قاعده ای که آدما دوست داشتن جدی تلقی کنن هنوز هم میدون مسابقه و تماشا خونه تنها نقاط دنیا هستن که توشون خودم رو بیگناه احساس میکنم ولی وقتی پای عشق یا مرگ یا دستمزد بینوایی وسط باشه کی این رفتار رو مجاز میدونه؟ چه کار میشه کرد؟ من عشق رو فقط شایسته داستان و نمایش میدونستم. بین مردم زندگی میکردم بدون اینکه تو علایقشون سهین باشم. به تعهداتی که بر عهده میگرفتم اعتقاد نداشتم. به خاطر همین حماقت ها خودم رو نمی بخشیدم. تحمل این داوری ها رو نداشتم. به دلیل قضاوتی که درون و پیرامونم شروع شده بود، دنبال راه فرار می گشتم. ظاهر زندگیم همچنان درست بود. روی غلطک بودم و می تمجید و تحسین اطرافیانم دو برابر شد. از همینجا کار خراب شد. شنیدید میگن وای بر شما اگه ازتون خوب بگن؟ این جمله رو باید طلا گرفت. وای بر من. از اینجا کار موتورم به حوث بازی کشید. به روغن سوزی افتادم. همین موقع فکر مرگ وارد زندگیم شد. قرار بود روزی بمیرم. روزهایی که تا مرگم مونده بود رو حساب می کردم. به همسنه هم که مرده بودن فکر می کردم. این فکر که وظیفم رو انجام ندادم عذابم میداد. اما وظیفم چی بود؟ نمی دونستم. از خودم می پرسیدم چیزی که انجام می به زحمت ادامه دادنش می ارزه؟ مسئله فقط این نبود. در واقع ترسی مزهک مثل سایه دنبالم می کرد. انسان بدون اعتراف به همه دروغاش نمی میره. منظورم اعتراف به مردم بود. اعتراف برای دوستی یا برای زنی که دوست داشتم. در غیر این صورت اگر حتی یه دروغ تو زندگیم پنهان میموند و میمردم کسی از حقیقت آگاه نمیشد. این قتل مطلق حقیقت منو به سرگیجه میانداخت. امروز از این فکر لذتی گوارا به هم دست میده. فکر اینکه تنها کسی هم که از اون چه همه جستجو میکنن باخبرم. تو خونم چیزی دارم که پلیس سه مملکت رو بیهوده به این سو آنسو کشونده واقعا دلپذیره اون وقتا نسخه شفابخش رو نیافته بودم خودم رو رنج میدادم خودم رو سرزنش میکردم دروغ یک نفر تو تاریخ نسلهای بشر چه اهمیتی داشت چه ادعای باطلیه اگر کسی بخواد فریب ناچیزی رو میون نور حقیقت بیاره فریبی که مثل ذره نمک تو اقیانوس روزگار گم شده بود به خودم می گفتم مرگ جسمانی برای مجازات آدم کافیه. مرگ گناه رو پاک میکنه انسان اینجوری رستگاری خودش رو به دست میاره. استرابم زیاد می شد. مرگ همیشه کنارم بود. با فکر مرگ از بستر بلند می شدم. طاقتم تاخ شد. اولین اکسل عملم آشفته بود. حالا که دروغگو بودم میرفتم اعلامش کنم. میخواستم دروی و تزویرم رو قبل از اینکه به وجودش پی ببرن به چهره ابلهان دوروبرم بکوبم. میخواستم برای پیشگیری از خنده دیگران خودم رو به ریشخند عموم بکشم. میخواستم قضاوت دیگران رو تموم کنم. میخواستم ریشخند کنندگان رو به طرف خودم بیارم یا خودم به سمتشون برم. پیش خودم فکر میکردم تو خیابون به نابیناها تنه بزنم. این فکر وجودم رو پر از شادی میکرد. این شادی به هم میفهموند قسمتی از وجودم از ها متنفره نقشه میکشیدم لاستیک ویلچر مردم فلج رو سوراخ کنم زیر داربست کارگرها فریاد بکشم گدا گشنه های کسیف توی مترو پای بقیه رو لگت کنم به همه اینها فکر میکردم ولی به هیچ کدومش عمل نمیکردم اگه هم کاری از این دست کرده باشم فراموشش کردم آقا شنیدن کلمه عدالت دیوونم می کرد. مجبور بودم عدالت رو تو خطابه های دفاعیم همچنان به کار بدارم اما برای اینکه تلافی کنم تو ملع عام به روح انسان لعنت می فرستدم. خبر انتشار بیانیه ای رو می دادم که از ظلم فقرا به اشخاص شرافتمند پرده بر می داشت. روزی تو رستورانی خوراک میگو میخوردم فقیری اومد بالا سرم از هم تقاضای کمک کرد مدیر رستوران رو صدا زدم تا گدا رو بیرون بندازه. مدیر به گدا گفت مردک برای این آقای محترم مزاحمت ایجاد کردی. گفتم افسوس که دیگه نمیشه مثل خانهای روسی رفتار کرد. خان دوست داره هاش رو شلاق بزنه. چه کسانی که بهش سلام میکنن چه کسانی که بهش سلام نمیکنن. از نظر خان جسارت هر دو گروه مستحق تنبیه زیاده روی های بیشتر هم کردم. قصیده ای در مت پلیس و تجلیل از تناب دار نوشتم. شوخی هم دلیل جدی داشت. میخواستم نظم بازی رو به هم بزنم. میخواستم شهرتم رو نابود کنم. دیگه احترامشون رو نمیخواستم. فهمیده بودم احترامشون عمومیت نداره. وقتی خودم با نظر مردم موافق نبودم، چطور میشد همه به هم احترام بذارن؟ بهتر دیدم قضاوت و احترام رو با پوششی از ریشخند بپوشونم. باید خودم را از بند احساسی که خفم می کرد آزاد می کردم. دلم میخواست آدمکی رو که همه جا از هر من بود از بین ببرم. یاد یکی از خطابه ها افتادم. باید جلوی وکلای کاراموز سخن را نمی کردم. رئیس کانون وکلا معرفیم کرد. زیادی ازم تعریف و تمجید کرد. با شور و هیجانی که ازم انتظار میرفت سخنم رو شروع کردم. ناگهان شیوه خلط مبحث رو به عنوان روش دفاعی توصیه کردم. گفتم منظورم شیوه ای نیست که به دست دادگاه های تفتیش عقاید جدید تکمیل شده. این شیوه دزد و درست کار رو با هم پای میز محاکمه میکشونه. این شیوه میخواد درست کار رو به جرم و گناه دزد محکوم کنه. برعکس منظورم اینه که با تکیه به جنایت افراد شرافتمند مثلا خود وکیل باید از دزد دفاع کرد. فرض کنید من دفاع از هموطن بدبختی رو به عهده گرفتم. فرض کنید جرمش ارتکاب قتل از روی حسادت بوده. تو دادگاه خواهم گفت آقایان قضا دقت کنید وقتی خوبی ذاتی انسان بر اثر موزیگری جنس مخالف به امتحان گذاشته بشه خشمش بخشیدنیه ولی برعکس برگردیم این طرف جایگاه جایی که من نشستم آیا گناه کسی که نه خوبی کرده نرنج فریب خوردن رو کشیده بیشتر نیست؟ من کیم؟ من در غرور مانند لوی چهاردهم در خشم مثل فرعون در تناسانی سلطانم کسی رو نکشتم البته هنوز نکشتم ولی تا حالا نذاشتم موجودی شایسته بمیره؟ شاید و شاید باز همین کارو تکرار کنم در صورتی که متهم دیگه دست به این کار نمیزنه او از اینکه کارش رو به خوبی انجام داده ما تو مبهوته این سخنرانی همکاران جوانم رو مسترب کرد بعد از لحظه جانب شوخی رو گرفتن و خندیدند. با تکرار این دیوانگیها ها موفق شدم کمی عقاید عمومی رو منحرف کنم تعجبی که معمولا پیش شنوندگان حس می کردم. ناراحتی و استرابی که می کشیدن از دید من پنهان کنن شبیه چیزی بود که شما از خودتون بروز می دیم. نه انکار نکنید برای مبرا شدن از گناه تهمت زدن به خود کافی نیست اگر کافی بود من مثل بر پاک و بیگناه می شدم باید به شیوه خاصی خودت رو متهم کنی زمانی که به این روش پی بردم تنها و بیپناه شده بودم نزدیک غروبه ببینید کبوترها زیر شیروانی گرد هم جمع میشن. میخواید ساکت شین و از این لحظه که نشون از اندوهی داره لذت ببرین؟ نه؟ پس به حکایت آن شدید. نظر لطفتونه. قبل از اینکه درباره قضات طائب توضیح بدم، باید درباره تفریحات بی و مرز و فراموشخانه حرف بزنم. دریا رو ببینید. با این کرانه های هموار که میون مه قلیز ناپدید شده. نمیشه فهمید کجا آغاز شده و کجا تموم میشه. ما بدون نشونه پیش میریم. نمیتونیم سرعتمون رو بسنجیم. پیش میریم و چیزی تغییر نمیکنه. این دریا نوردی نیست، خواب و خیاله. وقتی مجمع جزایر یونان بودم، خلاف این رو حس میکردم. جزایر تازه بر دایره افق ظاهر میشدن. قوس جزایر حد آسمون رو نشون میداد. کناره سنگ لاخش یک تفع دریا رو میبرید. همه چیز روشن و آشکار بود. بدون توقف از جزیره به جزیره دیگه میرفتیم. کشتی آروم روی موجا پرواز می کرد. از اون زمان تا حالا یونان توی حافظم جا خوش کرده. آه چه شاعرانه حرف می ذهنم سرگردون شده. خواهش میکنم جلومو جلمو بگیرید. شما یونان رو دیدید؟ نه؟ هوای یونان بیالایشه. دریاش صاف و زلاله درست بر عکس ما. بیایید روی این سندلی های راحتی بشینی چه مه قلیزی میگفتم از بیهودگی تلاشم معیوز شدم تصمیم گرفتم اجتماع و مردم رو ترک کنم برای ترک کردن به جزیره دور افتاده نرفتم به عشق پناه بردم احساس کرده بودم محتاج عشقم رنجی مبهم احساس میکردم نوعی محرومیت که وجودم رو سرشار از خلع میکرد به هم اجازه میداد متعهد شم احتیاج داشتم دوست داشته باشم و دوستم داشته باشم. تصور کردم عاشق شدم. به عبارت بهتر خودم رو به نادونی زدم. سوالی پرسیدم که مرد کار مثل من از پرسیدنش اجتناب میکرد. پرسیدم دوستم داری؟ میدونستم تو چنین مواردی جواب میدم. تو چطور؟ اگه جواب مثبت میدادم تعهدی به عهده میگرفتم که از احساسات حقیقی والاتر بود اگه جرأت میکردم جواب منفی بدم با خطر مواجه میشدم خطر اینکه دوستم نداشته باشم مجبور شدم وعده بدم فهمیدم تکرار کلمات عاشقانه سخن گفتن از عشق رو یادم میده اما خود عشق رو نه تجربه و تمرین عاشقی نداشتم بیشتر از سی سال فقط عاشق خودم بودم. چطور به ترک چنین عادتی امیدوار می شدم؟ من این عادت رو ترک نکردم. همیشه هم بیشتر از ایامی که فارغ و بیعتنا بودم برای دیگران بدبختی به بار می آوردم. به جای اینکه به ابدیت عشق سفر کنم و آمور به خطاها و سرگشتگیم اضافه می کردم. به مرور از عشق متنفر شدم. طوری که سالها با شنیدن داستانهای عاشقانه دندون قروچه می کردم. تصمیم گرفتم بازی رو تموم کنم. وقتی بازی نبود، نمایشی هم نبود. بدون شک با حقیقت مواجه بودم. دوست عزیز، حقیقت ملالاوره. وقتی از عشق ناامید شدم، فهمیدم بی خیالی جایگزین خوبیه. این عمق تربیت من و اثر عشق بزرگیم به خودم بود. عشقی که ازش براتون گفتم. در حسرت زندگی جاوید می سوختم. طالب زندگی جاوید بودم. ناچار باید چیزی جایگزین این بقای ابدی میشد برای همین بد شدم صبحها دهنم تعم تلخ فنا میداد های شاخدار می ساعت های دراز بیکار بودم دوست و عزیز این راز رو به شما میسپرم تا بیپروا ازش استفاده کنید تفریح الزامی نمیاره آدم علاف فقط صاحب وجود خودشه از این جهت گرفتاری محبوب خود شیفته هاست. جنگلی بدون گذشته و آینده. نه اهد و بیمانی توش است نه مجازات آنی در پی داره. همچین جاهایی از بقیه جاهای جهان جداست. موقع ورود ترس و امید رو پشت در میذارید. تو همچین جایی نیازی به کلمه نیست. اجباری به حرف زدن ندارید. چیزی که دنبالشید بدون کلام و حتی بدون پول به دست میارید. من از این آزادی استفاده ها کردم. ممکن بود گاهی روی آرامش و رهایی هم ببینم. ولی باز هم به مانع خوردم. باز هم مانعی تو وجود خودم پیدا کردم. کبدم. انسان وانه بود میکنه فنا پذیره اما مطمئن نیست خودش رو تا فردا میش کنه یا نه این تجربه باعث شد دست از هنر نمایی هم بردارم اما این بار زندگی کمتر از گذشته برام تلخ و دردناک بود خستگی در این حال که جسمم رو میفرسود لبه های برنده وجودم رو هموار میکرد. میونه مه زندگی میکردم. مهی که صدای خنده رو خاموش میکرد. سرخوردگی سراسر وجودم رو گرفته بود. دیگه هیجانی حس نمیکردم. خلقی متعادل داشتم. بهتر بگم اصلا خلقی نداشتم. ریه های مسلول با خشک شدن شفا پیدا میکنن و صاحب خوشبخت رو کم کم خفه میکنن. درمانی که برای خودم یافته بودم وجودم رو به نامودی میکشوند. هنوز شغلم رو داشتم. البته شهرتم به خاطر زبون درازی های اخیرم لطمه دیده بود. بی نظمی زندگیم اشتغال منظم به حرفم رو به خطر انداخته بود. میدونین چی جالب بود؟ برای اشتباهاتم کمتر سرزنشم میکردن تا حرفام. روز به روز تعداد موکلام کمتر میشد. گاهی فراموش میکردم به چیزی که میگم اعتقاد ندارم برای همین خوب دفاع میکردم آهنگ صدام منو دنبال خودش میکشوند پیش رفتم مثل قبل نبود دیگه تو اوج پرواز نمیکردم نزدیک زمین بال میزدم خارج از کارم اشخاص کمی رو میدیدم دیگه به ملال خو گرفته بودم کمی چاخ شده بودم کارم شده بود انتظار بی سبرانه منتظر پیری بودم احساس می کردم مداوا شدم. تصمیم گرفتم برای جشن گرفتن مداوام برم سفر. با کشتی اقیانوس پیما به دل دریا زدم. ناگهان وسط اقیانوس نقطه سیاهی دیدم. روم رو برگردوندم. قلبم تون تون می زد. وقتی خودم رو وادار کردم باز به دریا نگاه کنم نقطه سیاه ناپدید شده بود. خواستم فریاد بزنم. خواستم درخواست کمک کنم. دوباره نقطه رو دیدم. نقطه مربوط به تخت پاره هایی بود که کشتی ها پشت سر می زاشتن. اما من تا به دیدنش رو نداشتم. یاد سالهای پیش افتادم. زمانی که صدای خنده ای شنیده بودم. بدون احساس تقیان. فهمیدم فریادی که سالها پیش پشت سرم روی رود تنین انداخت هنوز قطع نشده. فریاد رودخونه رو پیموده و به دریاها ریخته بود. فریاد از طریق پهنه اقیانوس به من رسیده بود. انتظارم رو میکشید. منتظرم مونده بود تا روزی با هم روبرو شیم. چیز دیگه ای هم فهمیدم. فریاد همچنان روی دریاها و رودخانه ها هر جایی که از آب نشونی باشه حضور داشت. لابد با خودتون میگید مگه اینجا ما روی آب نیستیم؟ بله ما روی آبیم ولی روی آبی هم وار و یک نواخت. آبی که کرانه هاش رو با کرانه های زمین درامیخته. چطور میشه باور کرد چند لحظه دیگه جای دیگه خواهیم بود؟ ما روی این جام پهناور شناوریم ما از این جام پهناور تبعید نجات پیدا نمی کنیم. گوش کنید فریاد مرغای دریایی رو میشنوید انگار ما رو به کاری فرا میخونن اینها همون مرغایی هستند که اون روز پس تو اقیانوس منو صدا می زدن. همون روزی که فهمیدم هنوز حالم خوب نشده فهمیدم هنوز تو این دام گرفتارم فهمیدم باید بسوزم و بسازم فهمیدم زندگی افتخارآمیز تموم شده باید تسلیم شم باید به مجرمیت خودم اعتراف کنم باید تو فراموش خونه زندگی کنم زمان قرون وسطا دخمه ای به شکل حفره زیرزمینی می ساختن. به دخمه فراموشخانه خانه بچه تمایز این دخمه از دخمه های دیگه تو ابعادش بود. ارتفاعش اونقدر نبود که زندونی توش وایسه. ارزش هم اونقدر نبود که بخوابه. توی دخمه مجبور بودن خمیده زندگی کنن. خواب سقوط کردن بود و بیداری مچاله شدن. چه کشف ساده و نبوغامیزی. همه روز محکوم از فشار ساکنی که مفاصلش رو خشک میکرد میاموخت. میاموخت مقصره. میاموخت بی گناهی یعنی با شادمانی کش و قوس اومدن. کسی رو تصور کنید که عادت کرده همیشه رو قله باشه. به نظرتون همچین کسی تو چنین دخمه ای طاقت میاره؟ شما میگید میشه تو چنین دخمه زندگی کرد و بیگناه بود؟ ولی من میگم احتمالش کم بیگناه مجبور شه خمیده زندگی کنه. ما نمیتونیم بیگناهی کسی رو تایید کنیم. ولی میتونیم به طور قطع مجرمیت همه رو ثابت کنیم. ایمان دارم هر انسان شهادتی بر جنایت بقیه انسان هاست. من داوری آدم ها رو دیدم. برای آدم شواهد پنهانی وجود نداره. حتی نیت غیر هم پای جنایت نوشته میشه. درباره قفس توفندازی چیزی شنیدین؟ قفس توفندازی رو ملتی برای اثبات عظمتش اختراع کرد. جعبه آجوری که زندانی رو توش محبوس میکردند. زندانی داخلش می ایستاد ولی نمیتونست تکون بخوره هر نگهبان هنگام عبور آب دهانش رو روی زندانی میانداخت زندانی تو قفس به تنگنا می افتاد. میافتاد نمیتونست صورتش رو پاک کنه البته مجاز بود چشمانش رو ببنده نظرتون چیه ما به خودمون آب دهان میاندازیم و پیش میریم ما به سوی فراموشخانه میش تا ببینیم چه کسی زودتر آب دهان می اندازه. دوست عزیز میخوام راز بزرگی رو براتون فاش کنم منتظر داوری قیامت نمونید داوری آدم ها هر روز اتفاق میافته. نه چیز مهمی نیست کمی سردم شده برای همین میلرزم دیگه رسیدیم همینجاست خواهش میکنم کمی بمونید و منو همراهی کنید حرفم تموم نشده باید ادامه بدم همین ادامه دادن سخته جنایت تنهایی نیست که دیگری رو بکشید بیشتر تو اینه که خودت زنده بمونی و باعث مرگ دیگران بشی. روز و شب رو در روی جنایت بیگناهی خود بودن بیش از حد دشواره. دوست عزیز من میدونم چی میگم. زمانی نمیدونستم چجوری خودم را از این لحظه به لحظه بعد بکشونم. بله میشه تو این جهان جنگید. میشه ادای عشق در آورد. میشه هم نوع خودتو شکنجه بدی. میشه تو روزنامه خودی نشون داد یا ساته در از این از همسایه بد گفت اما ادامه دادن ما فوق قدرت انسانیه باور کنید مسیح درد اعتظار خودش رو فریاد کشید برای همینه که دوستش دارن این روزها مردمی که بالای صلیب میرن زیادن اما فقط برای اینکه مردم از فاصله دورتری ببیننشون حتی اگر لازم باشه کسی که از پیش بالای صلیب بونده رو لگد مال هم میکنن خیلی ها تصمیم گرفتن از سخاوت سفر نظر کنن تا به احسان بپردازن آه آه از این بیعدالتی. ظلمی که در حق مسیح روا داشتن وجودم رو آزار میده شروع شد بازم به سرم زد انگار تو دادگاه خطابه دفاعیه می خونم. منو ببخشید باور کنید منم برای خودم دلایلی دارم چند کوچه اونورتر موزهی به اسم عیسی مسیح در زیر شیروانی هست. چند سال پیش اموات رو جای زمین زیر شیروانی جا می دادن. چرا یه ای نداشتن؟ اینجا توقیان آب زمین ها رو فرا میگیره. خیالتون راحت. امروز عیسی مردم نزیر شیروانی نزیر زمین. مردم مسیح رو تو عمق دلشون روی نیمکت قضاوت نشوندن و ضربات رو فرود میارن. مدام داوری میکنن. به نام مسیح داوری میکنن مسیحی که با همه مهربونی میکرد مردم بقیه رو محکوم میکنن مردم کسی رو عفو نمیکنن مردم نمیبخشن به نام مسیح حساب تو میرسن مسیح دوست من مسیح چنین انتظاری نداشت مسیح فقط میخواست مردم دوستش داشته باشن همین البته مردم انگوش شماری پیدا میشن که دوستش دارن مسیح این نکته را از پیش دریافته بود. بعدش برای همیشه رفت. مردم رو به حال خودشون گذاشت تا حکم بدن و محکوم کنن. به زبان عفو کنن و به دل محکوم. ما همش از رحم میگیم. منتها کسی رو تبرعه نمی کنیم. بر جنازه بیگناهی قضاوت وول میخوره. قضاتی که عوادار مسیحن با قضاتی که دشمن مسیحن با هم دست آشتی دادن. میدونی تو این شهر خونه ای که دکارت فیلسوف توش ساکن بوده چی شده؟ آسایشگاه رفانی؟ بله جنون و شکنجه به صورت همگانی در اومده ما هم ناگزیریم تو این بازی شرکت کنیم ملتفت شدید من روی هیچ امری پافشاری نمی کنم؟ نمی دونم شما مثل من فکر میکنید یا نه؟ همه داوریم هر یک در مقابل دیگری مقصریم همه به شیوه رزیلانه خود مسیحی هستیم بدون اینکه بدونیم یک به یک مسلوب شدیم. دوست عزیز، حرف رو همینجا قطع میکنم. باید برم خونه. اینجا خونه منه. چه توقعی داریم؟ آدم تو تنهایی وقتی خستگی هم بهش اضافه بشه خودشو پیغمبر میبینه. من هم تو چنین وضعیم. به صحرایی از سنگ و مه و آبهای گندیده پناه آوردم. تکیه داده بر این در موریان زده انگوش سوی آسمان ابری بلند کرده. مردمی بدون قانون که تحمل قضاوت ندارن رو لعنت میکنم مردم تحمل قضاوت ندارن بالاترین عذاب بشر اینه که بدون قانون محاکمه شه ما به همین عذاب گرفتاریم قضات افسار گسیخته میتازن ما هم میتازیم تا ازشون جلو بزنیم خوشبختانه من رسیدم من پایان و آغازم من قانون رو بشارت میدم من قاضی تائبم بله بله فردا براتون میگم شما پس فردا از اینجا میرید دیگه فرصتی باقی نمونده اگه میل دارید بیاید خونم هر وقت اومدید سه بار زنگ بزنید به پاریس برمیگردین هنوز پاریس رو فراموش نکردم غروبهاش رو تو همین موقع سال به خاطر میارم شبهای خونکش رو به خوبی یادمه شبهایی که ویلون و سرگردون تو کوچهاش قدم میزدم آه رفیق من میدونید موجود تنهایی که تو شهرهای بزرگ سرگردونه چه حالی داره؟ فصل چهار روم ببخشید از بسترم بلند نشدم چیز مهمی نیست کمی تب دارم خوب میشم به این حملات بیماری عادت کردم خیال کنم تب دنبه است وقتی پاپ بودم دوچارش شدم نه نیمی از چیزی که گفتم شوخیه خودتون چی فکر میکنید میدونم چی فکر میکنید فهمیدن راست و دروغ سخت سخته حق داریم یکی از اطرافیانم مردم رو به سه دسته تقسیم میکرد کسانی که ترجیح میدن راضی نداشته باشن تا مجبور به دروغ نشن کسانی که دروغ گفتن رو به این ترجیح میدن که راضی نداشته باشن و کسانی که دروغ و راست هر دو رو دوست دارن میذارم تا هر کدوم برای من مناسبتر خودتون انتخاب کنید چه اهمیتی داره؟ مگه دروغ سرانجام آدم رو به حقیقت نمیکشونه؟ داستانهای من راست یا دروغ به یه سرانجام می رسن. مگه همه داستان هم معنای واحدی ندارن؟ پس چه فرقی میکنه راست یا دروغ باشن؟ گاهی تشخیص باطن دروغو از راستگو آسون تره. حقیقت مثل روشنایی چشم رو کور میکنه. دروغ مثل آفتابی در حال طلوع به همه چیز جلوه میده. هر طور دلتون حساب کنید ولی من زمانی تو اردوگاه اسیران پاپ بودم خواهش میکنم بشینید به اتاقم نگاه میکنید درسته خالیه اما تر و تمیزه نقاشی معروفی رو هم به دیوار زدم از خالی بودن اتاقم تعجب کردین از اینکه تو اتاقم کتاب نیست چطور راستش مدت هاست مطالعه رو کنار گذاشتم قبلا خونم پر کتاب بود کتابایی که نصف نیمه خونده بودم. میدونید چرا کتابا رو نصف ول میکردم؟ چون من فقط اعترافات رو دوست دارم. نویسندگان کتابا رو می نویسن تا اعتراف نکنن. می نویسن تا چیزی از اونچه چه می نگن. وقتی ادعا می میخوان حقایق رو فاش کنن. درست همون موقع باید از مطالعه کتابشون پرهیز کرد. نویسنده ها با نوشته هاشون جنازه ای رو بزک کنن. بنابراین کارم را همونجا فیصله دادم. تو اتاقم فقط چیزایی ضروری رو نگه میدارم. اتاقم مثل تابوت شده نگاه کنین، تخت خوابم سفته. ملافه هم پاک و تمیزه. انگار الان مرده ی انسان رو تو کفن گذاشتن و تطهیرش کردن. چه جالب برای شنیدن ماجرای پاپ بودنم کنجکاو شدین؟ به نظرم تبم پایین اومده. ماجرا رو براتون تعریف میکنم. از اون روزا خیلی میگذره من آفریقا بودم تو آفریقا جنگ بود نه خیالتون راحت من داخل جنگ نبودم تازه از جنگ اروپا کناره گرفته بودم البته جز داوطلبها بودم ولی میدون جنگ رو ندیدم از جهتی افسوس میخورم شاید دیدن میدون جنگ خیلی چیزها رو تغییر میداد ارتش فرانسه تو جبه به نیازی نداشت فقط ازم خواستم تو عقب نشینی شرکت کنم نهزت مقاومت کمی وسوسم می کرد. همون ایام بود که به هم پرستیم پی بردم. <تصفح> لبخند می زنی؟ اشتباه می کنید. میهم پرستیم رو تو یکی از راهروهای متروی زیرزمینی پاریس کشف کردم. سگی تو راهروهای مترو سرگردون بود. سگی بزرگ با پشمای زبر و گوشای بریده. سگ بینوا جست و خیز می کرد و ساق پای رهگذرا رو بو می کشید. سگ ها رو دوست دارم چون همیشه می سگ رو صدا زدم. سگ تو اعتماد به هم مردد بود ولی تسلیمم شد. اومد جلو و دمش رو تکون داد. همون موقع افسری آلمانی با گام های بلند از کنارم رد شد. وقتی به سگ رسید سرش رو نوازش کرد. حیوان بدون تردید با شور و هیجان دنبال افسر رفت. سگ همراه مرد آلمانی ناپدید شد. کینه و خشمم نسبت به سرباز آلمانی وادارم کرد بگم که اکسال عملم ناشی از میهم پرستی بوده. اگه سگ دنبال غیر نظامی فرانسوی رفته بود به موضوع فکرم نمی کردم. از این فکر دچار خشم عجیبی شدم. من به جنوب فرانسه رفتم تا راجب به مقاومت اطلاعات کسب کنم. وقتی رسیدم دچار تردید شدم. به نظرم کارم دیوونگی بود. راستش به نظرم عملی شاعرانه و قهرمانانه انجام داده بودم. تصور میکردم فعالیت زیرزمینی با مزاجم سازگار نیست. با علاقه که به قله ها داشتم، به نظرم رسید میخوان تو سرداب بمونم. پس با آفریقای شمالی رفتم تا خودم رو به لندن برسونم. تو آفریقا وز روشن نبود. به نظرم مختلف هر کدوم به سهم خودشون حق داشتن. با سماجت توی همون وز باقی موندم. از قیافتون پیداست فکر میکنین از بیان جزیات پرهیز میکنم. بسیار خوب. فرض کنید هم هر حال آخر سر به کشور تونس رسیدم. تو کشور تونس دوستی مهربون برام کار پیدا کرد. دوست مهربونم زیرک و باهوش بود. بعد از پیاده شدن قوای متفقین تو الجزایر فهمیدم کار دوستم چی بوده. آلمانی دوستم رو بازداشت کردند. منم بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشم بازداشت شدم نمیدونم چی به سر دوستم اومد اما آلمانیا با من رفتار بدی نداشتن نزدیک ترابلوس روانه اردوگاه هم کردن در اردوگاه رنج تشنگی و برهنگی بیشتر از رفتار خشونت بار ازیتم میکرد از اردوگاه چیزی نمیگم ما فرزندان این قرن برای تجسم چنین مکانهایی احتیاج به شرح و وصف نداریم 150 سال پیش برای دریاچه ها و جنگل ها دوچار تأثیرات شاعرانه می شدن. امروز ما برای دخنه ها و زندان ها غزل می سراییم. تو اردوگاه با جوانی فرانسوی آشنا شدم. جوان به خاطر اعتقادات مذهبیش اومده بود جنگ. جوانک وقتی فهمید خود لوبیای اردوگاه هم مورد تقدیس کلیسای رومه دوچار غمی بزرگ شد. آسمون درخشان آفریقا و فراغت های اردوگاه هیچ کدوم از اندوهش کم نکرد. تفکر و گرمای آفتاب دوست فرانسویم رو از حال طبیعی خارج کرده بود. روزی زیر چادری نشسته بودیم. از شدت گرما انگار سرب مذاب رو چادرمون جاری بود. بین مگس ها نفس نفس می زدیم. جوانک با صورتی آشفته و تنی خیس از عرق بهمون به نگاه می کرد. یک دفعه گفت پاپ دیگه ای لازمه. پاپی جدید که به جای نشستن روی تخت سلطنت و دعا خوندن بین بدبخت ها زندگی کنه. جوونک سرش رو تکون داد و با نگاه پریشان ما رو نگاه کرد. مدام تکرار میکرد. بله، هرچه زودتر بهتر. ناگهان آروم شد. با صدای خسته گفت. پاپ، باید از بین ما انتخاب شه. فقط به این شرط که بپذیره تو دل خودش و دیگران دردهای مشترک که من رو زنده نگه داره. بین ما کی زرفای اخلاقی بیشتری داره؟ به شوخی انگشتم رو بلند کردم. جوان گفت جنباتیس برای این کار مناسبه. نه اینو نگفت. اون موقع اسم دیگه ای داشتم. به هر حال جوان منو انتخاب کرد. بقیه هم با شوخی و حالتی که رنگ جدی داشت با من بیعت کردن. در حقیقت جوانک ما رو تحت تأثیر قرار داده بود. گمون میکنم خودم چندان به خنده نیفتاده بودم. حجوم آفتاب کارهای طاقت فرساب و دعوا سر آب باعث شده بود وضع روحی خوبی نداشته باشیم. بعد از اون روز وظایف پاپی خودم رو با جدیتی روزافزون انجام دادم. میپرسید وظایف پاپیم چی بود؟ در حقیقت چیزی مثل رئیس گروه یا منشی زندان بودم. دیگران حتی کسانی که ایمان نداشتند به اطاعت از من عادت کردند. جوان رنج می برد و من رنجش رو اداره می کردن. فهمیدم پاپ بودن اینقدرها هم آسون نیست. تو اردوگاه مشکل بزرگ تقسیم آب بود. گروه های سیاسی و مذهبی دیگه تشکیل شده بود. هر گروه به نفع رفقای خودش کار میکرد. من هم مجبور شدم تسهیلاتی برای رفقای خودم فراهم کنم. بین خودمون هم نتونستم تصاوی کامل برقرار کنم. بر حسب وضع رفقا یا کارهایی که باید انجام میدادن، یکی رو بر دیگری ترجیح میدادم. این تبعیضها کار رو به جاهای باری کشوند. دوست ندارم خاطرات اون روزا رو به یاد بیارم. فقط این رو بگم روزی بطری آب رفیقی رو که در حال مرگ بود نوشیدن. همه چیز تموم شد. نه. جوونک با ایمان نبود. گمانم جوونک قبلا مرده بود. پیش از حد به خودش سختی میداد. از اون گذشته اگه زنده بود به خاطر محبتی که بهش داشتم مقاومت بیشتری میکردم. خودم رو قانع می کردم دیگران بیشتر از من به آب نیاز دارند. با خودم گفتم باید خودم رو برای دیگران حفظ کنم. دوست عزیز، همینطوری زیر آفتاب مرگ امپراتوری ها به وجود میان. به نظرم باید پاپ رو بخشید. پاپ بیش از هر کس دیگه ای به بخشش نیاز داره. تنها به این طریق میشه خود رو بالاتر از پاپ قرار داد. در خونه رو بستید؟ بله؟ خواهش میکنم برای اطمینان سری به در بزنید. ببخشید من وسواس چفت و بست دارم. وقتی میخوام بخوابم مطمئن نیستم چفت در رو بستم یا نه. هر شب باید از جان بلنشم و درها رو چک کنم. انسان از چیزی اطمینان نداره. این رو قبلا هم براتون گفتم. تصور نکنید استرابم در مورد چفت و بست به خاطر نگرانیم برای اموالمه. قدیما در آپارتمان و اتومبیلم رو قفل نمیکردم. پول ها رو هم پنهون نمی کردم. به اموالم دلبستگی نداشتم. راستش رو بخواید از اون چه داشتم شر می کردم. گاهی تو جمع دوستان با قاطعیت فریاد می کشیدم. آقایان، مالکیت جنایته. بزرگواریم به حدی نبود که اموالم رو با فقرا تقسیم کنم. اموالم رو در اختیار دزدای احتمالی میذاشتم. امید داشتم بی ادالتی با تصادف جبران شه. البته امروز مالک چیزی نیستم. راستی خواهش میکنم اگه زحمت نیست در این گنجه رو باز کنید این تابلو رو خوب نگاه کنید میشناسیدش تابلوی قضات پاکدامن جا خوردین نکنه تو معلوماتتون ضعفی وجود داره اگه روزنامه ها رو خونده باشین یادتون میاد سال 1934 یکی از نقاشی های معروف از کلیسای مرکزی رو بوده شد این همون تابلوست تابلوی قزات پاک دامن این تابلو قزاتی رو نشون میده که سوار بر اسب برای ستایش مسیح اومدن الان جای تابلو تابلوی دیگه ای گذاشتن تابلویی که با مهارت و استادی از تابلوی اصلی تقلید شده تابلوی اصلی پیدا نشد واسه اینکه اینجا پیش منه نه من هیچ کارم یکی از مشتری های مکسیکو سیتی همون آقایی که اون شب دیدین یه شب که خیلی سرخوش بود تابلو رو به گوریل فروخت اول به رفیقم پیشنهاد کردن تابلو رو محل مناسبی آویزون کنه. فکرشو بکنید مدتهای زیاد سراسر دنیا دنبال تابلوی قضات پارسا بودن. اون وقت قضات پارسا بالا سر توی کافه تو جایگاه رفیقشون جلوه میفروختن. بعد به تقاضای من گوریل تابلو رو به صورت امانت اینجا گذاشت. اولش رازی نمیشد. ولی وقتی موضوع رو بهش گفتم ترسید و رضایت داد. این قضات محترم تنها هم نشینای من شدن. چرا تابلو رو پس ندادم؟ اکسال عملتون پلیس مهابانه است. بسیار خوب. به شما جوابی رو میدم که به بازپرس خواهم داد. البته اگه روزی کسی خبردار بشه این تابلو تو اتاق منه. تابلو رو پس ندادم چون این تابلو مال من نیست. مال صاحب مکسیکو سیتیه. گوریل به اندازه اسخف استحقاق تملک تابلو رو دارید. در کسایی که مقابل تابلو رژه میرن اصلش را از بدل تشخیص نمیدن. پس از گناه من به کسی ضرر نمیرسه. اینطوری من هم برتری پیدا میکنم. قضات دروغین در معرض ستایش جهانیان قرار گرفتن. تنها منم که قضات واقعی رو میشناسم. شاید روزی سعادت پیدا کنم و به خاطر این کار برم زندان. در نتیجه دزد زبردستی که تابلو رو روبوده، بوده، وسیله عدل ناشناخته ای رو رو بوده. مخالفت با دزد تابلو کار درستی نیست. حالا که ادالت از بیگناهی جدا شده، آزادم بر حسب معتقداتم کار کنم. با وجدانی آسوده به حرفه دشوار قاضی تائب می پردازم. بعد از اون همه تلخ و تناقض تو این حرفه جا افتادم. حالا که می از اینجا برید باید دربارش حرف بزنم. اجازه بدید بلند شم تا راحتر نفس بکشم. وای چقدر خستم. لطفا گذاتو توی گنجه بذارید در گنجه رو هم قفل کنید ممنون متشکرم همین لحظه کار قاضی طایب رو انجام میدم معمولا دفتر کارم تو مکسیکو سیتیه ولی ذوق و علاقه سرشار بیرون از محل کار هم انسان رو فعال نگه میداره حتی تو بستر بیماری در هر صورت من باز هم کار میکنم این حرفه ای نیست که به کارش بگیرن هر لحظه مثل هوا تنفسش میکنن خیال نکنید تو این پنج روز بحثی چنین طولانی رو فقط برای لذتش دنبال کردم. قبلا حرفای بیهوده زیاد می زدم. اما حالا توی بحثا دنبال هدفم. هدفم اینه که صدای خنده ها رو خاموش کنم. می خوام خودم رو از قضاوت دور کنم. هرچند تو ظاهر قضیه راه رهایی وجود نداره. اما بزرگترین مانع رهایی اینه که اول از همه خودمون خودمون رو محکوم کنیم. برای شروع باید محکومیت رو به همه تعمیم بدیم. اصل کلی من میگه هرگز برای کسی عذری پذیرفته نیست. من نیت خیر و اشتباه قابل تحسین و لغزش زودگذر رو نمیپذیرم. تو مسلکم کسی رو تبرک نمی کنم. کسی آمرزش نمیشه. فقط به سادگی جمع می بندن. بعد صورت حسابتون رو جلوتون میذارم. شما تمام بدیها رو دارید. تمام بدیها. به همین سادگی و به همین خشکی تو فلسفه هم مثل سیاست طرفدار نظریه هستم که منکر بیگناهی انسانه طرفدار عملی هستم که با انسان به گونه مقصر رفتار کنه میبینین دوست عزیز؟ من پیرو بردگی نوع بشرم خیلی زود فهمیدم بدون بردگی راه حل نهایی وجود نداره تا قبلش جز آزادی کلمه ای به زبون نمی آوردم. موقع صبحانه خوردن آزادی رو روی نون و کره میمالیدم. سراسر روز آزادی رو تو دهن می جدیدم. نفسی که به جهان میدمیدم از آزادی با تراوت بود. این شاه کلمه رو بر فرق سر هر کس با من مخالف بود میکوبیدم. آزادی رو در خدمت امیال و قدرتم گرفته بودم. تو گوش خواب رفته بقیه آزادی رو زمزمه میکردم. به هم کمک میکرد راحت رهاشون کنم. من آزادی رو به آهستگی بس وقتی هیجانی میشم حساب از دستم در میره از این گذشته گاهی برام پیش اومده از آزادی استفاده های بیقرازم هم بکنم چند بار از آزادی دفاع کردم البته نه در حد مرگ نمیدونستم چی کار کنم نمیدونستم آزادی پاداش نیست نشان لیاقت هم نیست که به افتخارش جشن میگیرم آزادی هدیه نیست جعبه شیرینی نیست که به شما لذت های چشایی ببخشه برعکس آزادی اعمال شاقه است. دوی استقامتیه که تو تنهایی کامل طی میشه. جان خسته رو از خستگی به لب میرسونه. تنها تو جایگاه مجرمان در مقابل استادی ایستادی، ایستادی و باید به تنهایی در برابر شخص خودت و قضاوت دیگران تصمیم بگیری. انتهای هر آزادی حکم دادگاهیه. برای همین آزادی روی دوش سنگینی میکنه. به خصوص وقتی تب داری یا وقتی رنج میکشی یا وقتی هیچ کس رو دوست نداری دوست عزیز کسی که تنهاست نه رعیتی داره نه اربابی سنگینی روزها وحشتناک من فکر میکنم بیشتر نویسنده ها نام خدا رو پای نوشته هاشون ولی اسم خودشون رو امضا میکنن چون خودشون رو دوست دارن جایی تعجب نیست ذهن مردم اینجوری آشفته باشه یکی از رفقان وقتی شوهری خوب و وفادار بود ایمان نداشت. همین که خیانتکار شد ایمانش به مسیح گل کرد. وای از این زیرکان و بازیگران و دروغگویان کم مایه و تأثیر انگیز. باور کنید همه اینجوره. فرقی نداره تو مسکو باشید یا آمریکا. همه تمام افکارشون رو از پدرانشون برس بردن. ولی دیگه پدری در کار نیست. رسم و قاعده تو کار نیست. همه آزادن. پس باید گلیم خودمون رو عذاب بکشیم بیرون. مردم نه آزادی رو میخوان، نه احکامش رو. فقط قواعد وحشتناک وضع میکنن. به جای کلیسا تل آتش و چوبه دار پا میکنن. فقط به گناه معتقدن. به بخشایش الهی اعتقاد ندارن. البته دربارش فکر میکنن. روی های پاریس فهمیدم من هم از آزادی میترسن. بنابراین زنده باد ارباب. ارباب هر کی باشه مهم نیست. ما نباید آزاد باشیم. آزاد نباشیم و در عین ندامت اطاعت کنیم. وقتی همه مقصر باشیم، دموکراسی برقرار میشه. بدون به حساب آوردن انتقامی مثل مردن تو تنهایی. مرگ فردیه ولی بردگی جمعی. دیگران هم مثل ما و همزمان با ما حسابهایی دارن که باید بهشون رسیدگی کرد. همه گرده هم جمع شدن. مردن برای یک نفره، بردگی برای همه است. بهتر نیست منم مثل بقیه مردم زندگی کنم؟ لوازم این تشابه تهدید و بیابروییه. با این شباهت تمام قدرت خودم رو به نمایش میذارم. از اون چه هستم لذت میبرم. دوست بسیار عزیز. به همین دلیل پس از اینکه برای آزادی درود فرستادم در خفا تصمیم گرفتم بیدرنگ آزادی رو دست هر کی باشه بسپارم. حالا هر بار بتونم تو کلیسه های خودم تو مکسیکو سیتی موعظه میکنم. می میکنم و مردم ساده دل رو به اطاعت میخونم. میگم هر طور شده با خضوع و خوشو آسایش بندگی رو به چنگ بیارن ولو اینکه آخر سر بندگی رو همون آزادی حقیقی جلبه بدن. من دیوونه نیستم. میدونم بردگی به این زودی ها حاصل نمیشه. بردگی از خوبی های آینده است. باید با وضع موجود بسازم و راه حلی پیدا کنم. آه خواهش میکنم پنجره رو باز کنید گرمای اتاق وحشتناکه. خیلی هم باز نکنید سردم میشه نظریه من ساده و سمر بخشه چجوری همه رو توی آب بندازم تا این حق رو به دست بیارم که خودم رو توی آفتاب خوش کنم من هم باید مثل خیلی از معاصرهای نامدار به منبر برم و انسانیت رو لعنت کنم کار خطرناکیه بالاخره یه روز دامنتو میگیره میپرسید پس چیکار باید کرد؟ تا وقتی اربابها با تازیانه هاشون از راه برسن باید برای پیروزی استدلال رو معکوس کنیم. نمیشه بقیه رو محکوم کرد بدون اینکه خودت داوری بشی. اول باید خودت رو محکوم کنی تا بتونی دیگران رو داوری کنی. باید راه معکوس رو پیش گرفت. باید اول از همه توبه کرد و کف داد. متوجه چی میگم؟ برای اینکه منظورم رو درست بفهمید به شما میگم چیکار کردم. اول دفتر وکالتم رو بستم. شهرم رو ترک کردم. به مسافرت رفتم. در جستجوی جایی بودم که امکان کار کردن و تغییر نام فراهم باشه. تو دنیا جاهای زیادی برای این منظور وجود داره. اما الزام به نوعی ریاضت کشیدن باعث شد این پایتخت آب و مهر را انتخاب کنم. شهری که از جمعیت لبریزه. شهری که مردم از همه جای دنیا به دیدنش میان. دفتر کارم رو تو محل ملوانا تو کافه مستقر کردم. مشتری های بندر متفاوتن. فقرا هرگز به محله های مجلل نمیرن ولی آدم های اعیان برای یک بار هم که شده گذرشون به جاهای پایین میافته. منم در کمین اعیانم. اعیانی که سرگردانم. باهاشون بهترین نتیجه رو میگیرم. مدتی تو میکسیکو به حرفه مفیدم میپردازم. اول در حضور دیگران اعتراف میکنم. اعتراف میکنم و خودم را از چپ و راست متهم میکنم. کار دشواری نیست دیگه حافظم خوبه البته توجه کنید به شکل خشن و ناهنجار خودم رو متهم نمی کنم مشت بر سینه نمی کوبم. کشتی هم رو به نرمی و انعطاف میرونم. وارد دقایق می شم. گریز می زنم و به هاشیه ها می رم بالاخره سخنم رو بر وضع و حال شنونده منطبق میکنم. بعد به تایید چه گفتم وادارش می کنم. چیزی که مربوط به خودمه رو با چیزی که مال دیگران مخلوط میکنم. وجوه مشترکمون، تجربه هایی که با هم از سر گذروندیم، هایی که توشون شریکیم رو در نظر گیرم. لحن مناسب و شخصیت باب روز رو انتخاب میکنم. چهره میسازم که تصویر هم است، در این حال تصویر هیچکس نیست. خلاصه، سورتکی شبیه صورتک های جشن بالماسکه سازم. زمانی که شخص برابرشون قرار میگیره به خودش میگه عجب این یکی رو یه جایی دیدم وقتی مثل امشب تصویرسازی تموم شد با ابراز تأسف میگم افسوس ببینید من چگونه ادعا نامه تموم میشه اما هموندم تصویری که به معاصرانم عرضه میکنم آیه میشه در حالی که بر سرم خاکستر ریختم گیسوانم رو میکنم و چهرم رو به ناخون میخراشم با نگاهی نافذ در برابر تمامی ابنای بشر می ایستم. قصه شرم ساری های خودم رو حکایت می کنم بدون اینکه اثری رو که به جا می زاره لحظه از نظر دور کنم. میگم من رزل ترین بودم. تو سخنرانی من رو به ما تبدیل می بازی به با آخر رسیده. حقیقت وجودشون رو بهشون میگم. البته ما همه از یک قماشیم. ولی من از یک جهت بهشون برتری دارم اینکه خودم میدونم همین به هم حق سخن گفتن میده اطمینان دارم شما متوجه این برتری شدید هرچه بیشتر خودم رو متهم کنم بیشتر حق دارم درباره شما قضاوت کنم از این بالاتر شما رو تحریک میکنم تا خودتون رو داوری کنید دوست عزیز ما موجودات عجیب و بینوایی هستیم اگه کمی به گذشتمون نگاه کنیم تعجب و خشممون برانگیخته میشه. مطمئن باشین با احساسی برادرانه به اعتراف شما گوش میدم. نخواهیم دید. از همون نگاه اول فهمیدم شما موکل سختگیر و مشکل پسندی هستید. ولی عاقبت سر به راه خواهید شد. چاره ای نیست. مردم بیشتر از اینکه باهوش باشن احساساتی هن. زود میشه از راه بدارشون کرد. در مورد اشخاص باهوش زمان بیشتری نیازه. کافی راه و رسم کار رو عمیق براشون توضیح بدی. دیگه از خاطرشون نمیره. بالاخره روزی پاره از روی شوخی و پاره از پریشانی زبان به اعتراف باز میکنن. اما شما نه تنها باهوشید، قیافه آماده به کار هم دارید. اعتراف کنید امروز نسبت به پنج روز پیش کمتر از خود احساس رضایت داریم. منتظر میمونم نامه به هم بنویسین یا با پای با خودتون برگردین. مطمئنم شما برمیگردین. من رو به همین صورت هم پیدا می کنید. چرا تغییر کنم وقتی سعادتی رو که در خورم هست به دست آوردم؟ به جای اینکه از دروی متاسف باشم دروی رو پذیرفتم. حتی تو دروی مستقر شدم. آسایشی که همه عمر جستجو می تو دروی پیدا کردم. به شما گفتم مهم اینه که از داوری بپرهیزیم. ولی من اشتباه کردم. مهم اینه که شخص همه چیز رو برای خودش مجاز بدونه. حتی اگه مجبور بشه گاهی بیلیاقتی خودش رو فریاد بکشه من از نو و این بار بدون خنده همه چیز رو برای خودم مجاز میدونم من تغییر زندگی ندادم همچنان به خودم عشق میبرزم و از دیگران بهره میبرم منتها اعتراف خطاهام به هم اجازه میده با خیالی راحت از نو شروع کنم دو برابر هم لذت ببرم اول از طبیعتم بعد از احساس دلچسب پشیمونی از وقتی این راحل حل پیدا کردم خودم رو به دست همه چیز رها میکنم. به غرور، ملال، کینه حتی به طبی که این لحظه با لذت احساس می کنم شدید میشه. بالاخره و برای همیشه حکومت می کنم. باز هم قلهی پیدا کردم قلهی که به تنهایی روش سعود می کنم. از روی قله درباره همه فرزندان بشر داوری می کنم. همه ی مخلوقات رو زیر بار سایه سنگین عجز خودم خورد میکنم. بعد از نو جان میگیرم. تو مکسیکو سیتی منتظرتون میمونم. منتظرتون میمونم تا بیایید و اظهار ارادت و بندگی کنید. این پتو رو بردارید میخوام نفس بکشم. بیایید مگه نه؟ شیوه کارم رو براتون توضیح میدم. نسبت به شما احساس نوعی محبت دارم. از همین امشب باز شروع میکنم. نمیتونم از این کار دست بردارم یا خودم را از لذت دیدن از پا در اومدنشون محروم کنم. دوست عزیز، در این حال من بزرگ میشم، بزرگ میشم و آزادانه نفس میکشم، روی کو هم مینشینم. زیر چشمام دشت گسترده است، چه لذت بخش برای دیگران گواهی های دائمی فساد اخلاقی و, و بدکاری صادر کنی. میبینم اولین نفر به همین زودی رسیده، رو چهره سرگشتش که با دست نصفش رو پوشونده خطوط ناامیدی و اندوه رو میخونم اندوهی ناشی از سرنوشت مشترک آدمیان ناامید از این که راه خلاصی وجود نداره بله زیاد تقلا چه چجوری میشه تو بستر بخوابم باید از شما بالاتر باشم افکارم من رو بالا میبرم. تو چنین شبهایی یا بهتر بگم تو چنین صبحهایی از خونه بیرون میرم سقوط سهرگاه صورت میگیره با گام های شتابان را میافتم کبوترها اندکی بالاتر میرن پرتوی آفتاب رو سطح شیروانی ها روز دیگه از خلقتم رو اعلام میکنه آدم ها با دهان گس از بستر بیرون میان تا سوی کار بینشات برن همین موقع با بالهای اندیشه بر فراز این قار اوج می گیرم. روشنایی روزی رو می نوشم که در کار بیدار شدنه. احساس خوشبختی می کنم. بله من خوشبختم. حق نداریم باور نکنید که من خوشبختم. آه خورشید سواحل دریاها جزیره ها دوران جوانی من خوشبختم. ببخشید دراز میکشم میترسم زیاد به هیجان اومده باشم با این همه گریه نمیکنم گاهی انسان سرگردان میشه به بدیهیات شک میکنه حتی وقتی مثل من به اسرار زندگی لذت بخش پی برده باشه البته راه من کمال مطلوب نیست به من سخت نگیرید من مثل گدای پیریم که تو کافه دستم رو گرفته بود و رها کرد. گدا میگفت آقا ما آدم بد و نابابی نیستیم فقط روشنایی رو گم کردیم بله ما روشنایی رو صبح دم رو و بیگناهی مقدس رو گم کردیم نگاه کنید برف میباره آه باید از خونه خارج شیم دونه های درشت برف رو ببینید رو شیشه ها پریشون میشن صدای کبوترا میاد این عزیزان بالاخره تصمیم گرفتن فرود بیان آبها و شیروانی ها رو به لایه زخیمی از پر میپوشونن خودشون رو به پنجره ها میکوبن چه یورشی امیدوار باشم خبرهای خوش در راهه همه نجات خواهند یافت ثروت ها و رنج ها تقسیم میشن شما از امروز هر شب به خاطر من روی زمین میخوابید خب ببینم اقرار کنید اگه از آسمان گردونهی فرود بیاد تا من رو ببره یا اگه برف ناگهان آتش بگیره مبهوت میشید به این چیزا اعتقاد ندارید من هم ندارم ولی هر طور هست باید از خونه خارج بشم باشه باشه آسوده بخوابم خیالتون راحت در هر حال به ابراز تأثیرات و به هزیانهای من اعتماد نکنید اینا بیمنظور نیستن شما با من درباره خودتون حرف خواهید زد میفهمم اعترافات هیجان انگیزم به یکی از هدفهای خودش رسیده یا نه در حقیقت امیدوارم مخاطبم پلیس باشه پلیس من رو برای دزدیدن تابلوی نقاشی دستگیر کنه برای چیزهای دیگه کسی نمیتونه توقیفم کنه. کارها رو جوری ترتیب دادم که شریک جرم شناخته بشم. این تابلوی دزدی رو پنهان کردم. هر کس که بخواد ببینه نشونش میدم. پس شما من رو توقیف میکنید؟ برای شروع کار خوبه. بعد شاید به بقیه کارا هم بپردازن. مثلا سرم رو قطع کنن. اون وقت دیگه از مرگ نمیترسم. نجات پیدا میکنم. اون وقت از من به عنوان سرمشقی ابرتنگیز یاد میکنید. در این صورت همه چیز کامل میشه. آنچنان که گویی هرگز وجود نداشتم، زندگی خودم رو تموم میکنم. البته شما ممور پلیس نیستیم. اینطوری کار خیلی ساده میشه. چطور؟ میبینید؟ خودم حدس میزدم. پس محبت عجیبی که نسبت به شما احساس میکردم دلیل نبود. شما تو پاریس به حرفه وکالت اشتغال دارید می دونستم ما از یک اصل و نژادیم همه ما شبیه هم نیستیم. بدون اینکه روی سخنمون با کسی باشه مدام حرف میزنیم. همیشه در مقابل مسایل مشابهی قرار میگیریم. حتی اگه جوابشون رو از قبل بدونیم. ولی خیالمون آسوده باشه. خیلی دیر شده. همیشه خیلی دیره. خوشبختانه همیشه خیلی دیره خوشبختانه و پایان کتاب